بینندگان عزیز، روز و شاد بر شما مبارک باد. بله، امروز 14 فوریه سال 2018 میلادی است و در آمریکا بهش میگن والنتاینز دی. در ایران شنیدم که روز عشاق خیلی هم با شکوه جشن میگیرن و خیلی هم مردم ایران دست و دل باز میرن خرید میکنن برای اونهایی که دوستشون دارن. دوستانی که روی فیسبوک ما رو میبینید، لطف کنید چه در موقع برنامه زنده و چه در موقعی که خودتون تنها نشستید و برنامه رو میبینید، با دوستانتون این ویدیوها رو شیر کنید. ممنون و متشکر. و امروز اینجا سرده، گفتن ممکنه کمی هم برف و یخبندون باشه، ولی دیگه حوصله نداشتم، گفتم شما رو ببرم به این سانروم یا اتاق آفتاب زیبا و با هم یک کمی گرم بشیم. 25 بهمنه، 22 بهمن آمد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد. هفته پیش در برنامه من خوندم که اگر یک کسی تو خیابون وایسه و قانون اساسی ایران رو به اصطلاح با صدای بلند بگه، این حکومت میاد دستگیرش میکنه و میگه این بر علیه حکومت اسلامی داره صحبت میکنه، چون آخوندها حتی قانون اساسی خودشون رو هم رعایت نمیکنه. پیام نوشت که آقا کجاش، چه قسمتیش؟ گفتم والا من نمیدونم، اینو کسی دیگه ای نوشته بود، من فقط خوندم. ولی جالبه، یکی دو روز بعدش این ماجرای آقای روحانی و رفراندوم مطرح شد و حالا سر صدای مخالفین رو میبینید و این درست همونه. این ماجرای رفراندوم نظرخواهی یکی از پایه و اساس این جمهوری اسلامی بود، همون جایی که خمینی میگه پدران ما چه حقی داشتن که برای ما تکلیف تعیین کنن و ما باید در هر زمانی بتونیم با رأی خودمون کسی رو که آوردیم ورداریم، یه نفر دیگر رو جاش بذاریم. حالا ببینیم چی میشه. خب مجید میگه بیشتر این به یک قفس شبیه هست تا یک چیز. راستم میگی ها، یه جوری گفت که من نگویم که مرا زین قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. بعد عوضش کردن گفتن قفسم برده به باقی و درش باز کنید. اتفاقا دیدم پیام اون عکس کاور پیجش نوشته که قفس را آتش بزنید، پرنده را آزاد کنید. گفتم آقا مگه میخوای جوجه کباب درست کنی؟ اول بنویس پرنده را آزاد کنید، بعدم قفس را آتش بزنید. این موقعیه که ما انسانها احساساتی میشیم و به قول دوستمون که امروز 39 برنامه عقل بشر رو به شما تقدیم کرده و منم ازش ممنونم و یاد میگیرم، حرفایی که میزنیم حتی به اصطلاح درست نیست. امروز داشتم یه ویدیویی رو از آقای مهران احتشامزاده نگاه میکردم، دیدم این بنده خدا، حالا ما به عنوان یک نفری که سالهاست من ایشون رو میشناسم و تعجب کردم که این آقایی که من ویدیوشو مجانی پخش کردم باهاش در تماس بودم، من اولا فکر میکردم این افغانیه چون حرف زدنش و اینها مثل ما ایرانیان نیست، یا لااقل مثل ما ایرانیایی که تو ایران بزرگ شدیم نیست، و ایشون چون تو آلمان بزرگ شده حرف که میزنه فعل، فاعل، مفعول، هر چی دلش میخواد میگه. خلاصه و اون روز که بهش گفتم من این تظاهرات شما رو دیدم و صحبت میکنم اینها، اصلا یه جوری رفتار میکرد که انگار منو نمیشناسه و شادم نمیشناسه. مثلا کسایی که هنرمند هستن بالاخره انقدر آدم‌ها دور برشون میان و میرن و اینها که همه رو به خاطر نمیسپارن. امروز هم یه نصیحتی بهش کردم برادرانه، امیدوارم این نصیحت رو گوش کنه و خودش رو به دردسر نندازه. در هر صورت ایشون بهش خیلی برخورده، گویا آقای آیدین حقیقتاً از این جوان سوء استفاده کرده. یه روز مونده به 22 بهمن، آیدین که سابقش در آلمان اونایی که قدیمی ترن میدونن و نتونسته هیچ کسی رو فریب بده و هیچ کسی رو جمع کنه، به این جوان زنگ میزنه. این بنده خدا هم ریشش رو به خاطر پدرش گذاشته بوده و بلند میشه
میاد میره این دوتا تابلو رو احتمالا آقای آیدین به این داده برمیداره و میره تظاهرات و تازه با اغراقی که میکنن میگه ما تو آلمان حدود 50 نفر آمده بود. وقتی میگن حدود 50 نفر یعنی 40 نفر خورده ای، وقتی میگن 40 نفر یعنی 30 نفر. بعد چه تعریفایی هم میکنه، خب هوا سرد بود، پارکینگ گرونه، بعد شما اگر خلاف پارک کنی بهت تیکت میدن. آقای احتشام زاده قربونت برم، برو برنامه سوربی رو نگاه کن، گفت هر کسی میخواد یه چیزی بخوره قاشق خوردن اون چیز رو با خودش میبره. شما با چنگال که نمیتونی سوپ بخوری، میخوای سوپ بخوری باید قاشق ببری، تازه قاشق سوپ دیدی چقدر بزرگتر از قاشق معمولیه، یا مثل چاینیزا اگه عقلمون کار کنه که اصلا یه چیزی اینجوری دارن مثل قایقه، میزنی زیرش میخوری. دوست عزیز، اونی که میخواد برنامه بذاره، برنامه که میذاره اگه جای پارکینگ نداره به ملتی که میخوان بیان اونجا میگه جای پارکینگ کمه، ما یه سری شاتل گذاشتیم، یه سری ماشینای مخصوص گذاشتیم، با اتوبوس بیاین، سعی کنین چند نفر بیاین. آخه عزیز من این چه منطقیه؟ شما میگی 42 سالته، منم به عنوان برده تولدت، به اصطلاح تولدت به دیگه فارسی و انگلیسی و آلمانی و همه چی قاطی، به اصطلاح تولدت رو هم بهت تبریک گفتم، ولی عزیز من شما میگی که چون حتی دیدم خانم نیر نوشته مهران جون خیلی ممنون که پرچم شیر و خورشید آوردی، حتما مردم سردشون بوده. میگم خانم انقلاب تو ایران 22 بهمن شد، تهران همه میدونیم 22 بهمن خیلی سرده، شیراز سرده ولی به نسبت تهران نیست. آخه این چه حرفیه میزنید؟ چون سرد بود مردم نیومدن. نه عزیز من، آقای آیدین کسی رو اگه دعوت کنه نمیان، چون مردم میدونن، تجربه کردن که این آقا میگه بیاین برای آزادی ایران، وقتی میان عکس رضا پهلوی و عکس آقای محمد رضا شاه مرحوم رو میاره. اونا هم شدن مثل مجاهدین، اونا هم شدن چوپان درونگو. در هر صورت بگذاریم، عقل بشر از خلیج فارس ساعت 3 بعد از ظهر برنامه 39 با شما خواهند بود. این روز خیلی روز مهمیه، از این ور روز عشاق، از اون ور اش ونزدی هست. سالها پیش من یه روزی توی یونیون استیشن بغل همین هتل ترامپ، اون موقع هتل ترامپ که نبود، اون موقع پستخونه بود، وایستاده بودم که عکاسا و ویدیوگرافرهای دیگه بیان بریم سر یه کاری، و دیدم هر کی از این مترو پیاده میشه تو پیشونیش خاکستره، و من فکر کردم مثلا یه چیزی منفجر شده تو این و این باید گفتم خب چرا همه شد تو پیشونیشونه، هیچ که رو لپش نیست، رو دماغش نیست و اینها. خلاصه اون دوست اصلیمون که اومد که چندین سال اینجا بود و اینها، پرسیدم این چی شده تو مترو، گفت اینا همه از یک استیشنی سوار شدن که دم اون استیشن یه خانمی وایستاده بود و کتاب به اصطلاح جیزز میزز رو میداد و یه دستم میزد تو اینو میکشید رو صورت اینا. حالا این ماجرای اش ونزده یعنی چهارشنبهی که خاکستر میگفت خاکم به سر شود، اینا خاک به پیشونیشون میمالن. اگه کسی در این باره میدونه بگو. میگه بگو آقا شما بگو 40 خورشت و قیمه نظری میدین، میبینید پارکینگ و پیاده و همه چی مشکلی نیست، لااقل از آخوندها یاد بگیرید. آقا مجید اتفاقا تو این ویدیویی که بر علیه من درست کرده همینو میگه، و میگه که آقا تو میری نمیدونم، نه من، تو آلمان تو میری نمیدونم خورشت میگیری، برنج میگیری، ما بارها گفتیم، شما هی میگین اینا ساندیس خورن. ببخشید خب آقای آیدین احمق، شما هم ساندیس نداشت هات چاکلت بده به مردم تو آلمان تا بیان دیگه. اگه شما میدونی مردم ایران مفت خورن، خب بهشون یه چیزی مفت بده تا بخورن بیان. اگه میدونی برای مملکتش نمیاد ولی برای چلو کباب میاد، چلو کبابش بده. چرا گول خودت میزنی مهران عزیز؟ براش نوشتم تو هنرمندی، همین که خودت بچسبونی به این عکس و اون عکس، یه سری مشتریاتو از دست میدی. ناگفته نماند این بنده خدا، فکر نمیکنم تو کار هنری موفق بوده باشه، ولی خب اب نداره، هر میگه آرزو بر جوانان عیب نیست. بعد از اون بر تعریف میکنه که آقای سوربی اگه ما شاه رو نبریم ایران کیو شما داری؟
حالا گفتم خب اقلن خوبه با فارسیه، بعدش مثل تلویزیون های دیگه نگفت شما کی رو داری، اونای دیگه بلد نیستن بگن چه کسی رو داری یا کی رو داری، میگن کی رو داری. انگار که ما حالا مثلا یه حزبی داریم میخوایم رهبر اون حزب رو ببریم، بعد اصلا نشون میده این مهران برنامه های من رو نگاه نکرده، میگه شما میخوای مسعود رجبی ببری، آقا مسعود رجبی مرده، مریم رجبی چشم دیدن منو نداره، مجاهدین مثل شما تهمت میزنن. خلاصه بعد تعریف میکنه که آقا من مهد من چیز میرفتم، ببینید آدمایی که دروغ میگن کم حافظه هستن، این جادجوری رو نگاه کنید، وقتی طرف سرخ میشه دهنش نمیدونم خوش میشه و اینها، میگی ببین دروغ نگو، احتیاج نداری اینقدر چیز کنی. آقای مهران احتشامزاده میگه من میرفتم مهد کودک، 42 سالشه دوستان، یعنی 40 سال که انقلاب شده، 39 سال که انقلاب شده، ایشون میرفته مهد کودک، میگه به ما صبحونه میدادن، نهار میدادن، به احتمال زیاد مثل اون دوست اون اکبر گلپا چلو کباب بهش میدادن. بعد میگه من وقتی میخواستم بیام خونه دست میکردم پسته هارم برمی داشتم میبردم. خب ببین آقای مهران عزیز، وقتی شما اینجوری دروغ میگی منم به خودم حق میدم مسخرت کنم. اولا شما یا 2 سالت بوده یا 3 سالت بوده. ما تو ایران تو دوره انقلاب، اون اوائل انقلاب، مهد کودکی که بچهش رو 2 ساله 3 ساله ببره بذاره تو اون آشفتگی و تو اون جنگ و اینا نداشتیم. چقدر مامان بابای تو دوست داشتن که از خونه میکردنت بیرون میفسدنت مهد کودک، و شما انقدر خوردی که ماشالله تو پلی الان. آقا نگید، مگه مجبورید، مگه مجبورید این ویدیو رو روشن کنید و بشینید بدون هیچ کاغذی بدون هیچ دفتری بیان چی بگید، بنویسید در مورد چی میخواییم بگید. بنده اینجا الان نوشتم آقای مهران احتشامزاده و نصیحتی که من به این کردم. آقا این ویدیوی که شما گذاشتید اونجا هر عقل سالمی که ببینه خندش میگیره یا گریهش میگیره، در صورت که وقتی هم میخنده خندش میگه خنده یه تلخ من از گریه غم‌انگیزتر، از کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. میخنده که چطور تو آلمانی که شما همینجوری که داری راه میری احتیاج نیست زبان آلمانی بدونی و میتونی فارسی صحبت کنی، فروشنده ایرانی، آبر ایرانی، همه ایرانی هستن، و شما میگی زمان شاه ما میرفتیم خارج، شما که 3 سالت بوده میرفتیم خارج پلیس دلنا میشد جلومون، والا این پلیسای آلمان حتما همجنسگرا بودن دلنا میشدن جلو بابادینا یه کاری به سرشون بیارن. آخه مرد عزیز این چه مزخرفیه که شما میگی؟ بعد میگی که بله پدران ما برای ما تعریف کردن. آقا اگه همچین چیزی بهت گفتن پدران شما دروغگوه، خدا رحمتش کنه، چون گفتی ریش گذاشتم چون پدرم مرده، در صورت امیدوارم از دروغ گفتن زیاد خفه نشده باشه، چون میگن که دروغ که خناق نیست یا خناق نیست، ولی بعضی وقتا واقعا آدم اینقدر دروغ میگه که ممکنه خفه بشه. خب سید کریم میگفت که ختم سوسن بود، 4 تا اومدن اون ور خیابون حسینی جمهوری اسلامی لندن قیمه میداد، 5000 نفر اومده بودن. آها میگه که سید کریم، اتفاقا من یه بار سید کریم رو توی کالیفرنیا دیدم، یادش بخیر، اون آقایی که هنرپیشه بود ایرج رستمی، اون موقع زنده بود و این خیلی علاقه داشت، وقتی من رفتم اونجا فهمید من کالیفرنیا هستم برای چند روز، تماس گرفت و گفت بیا، و بعدم با دوستاش و اینها گفت بریم کاباره تهران. اون شب که رفتیم کاباره تهران هم آقای ستار اونجا بود، هم خانم مهستی روان شاد، و جالب مردم از ستار خواستن که آهنگ 16 خانم رو بخونه، بعد گفت من از این سربی میترسم آهنگ 16 خانم رو بخونم، براتون آهنگ چشم غزل، چشم آهو، نمیدونم چیزی رو میخونم، نترس آقای ستار. اتفاقا ستار 10 مارچ داره میاد اینجا، آگهیشم بهتون نشون میدم، آگهیشم روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی فیسبوک صفحه شخصی خود من هم هست. دوستان عزیز خیلی خوشحالم که آقای علی لیمونادی هم اینجا هست، ایشون یکی از پرسابقه ترین، نمیخوایم بگیم پیرترین، یکی از مجربترین مجریان برنامه های تلویزیونی هست و
هنوز هم شما میتونید با تایپ کردن اسم ایشون ویدیوهاشون رو تماشا کنید و بالاخره مصاحبه خیلی جالبی هم انجام داده. خوشحالم که خود این آقای مهران احتشامزاده هم الان با ما هست. و آقای احتشامزاده، شما اگر 40 و چند دقیقه برنامه پر میکنی درباره سربی صحبت میکنی و این میگی سربی بیا بگو، قبلش باید با من تماس گرفته باشی، هماهنگی کرده باشی و بگی من میخوام امروز درباره شما صحبت کنم، من بهت بگم که میام، یا بهت بگم برو هر چی میخواهد دل تنگت بگو، ولی بعد بلا فاصله باید یه نسخه برای من میفرستادی از اون که بگی من این درباره شما صحبت کردم و شما هم حق دارید درباره این ویدیو نظر بدید. در صورت ویدیوت اشکال داره و میدونی من آلمان بودم، من قانون 3 تا مملکت رو میدونم و 4 تا حکومت، یکی حکومت شاه بیقانون، یکی حکومت شیخ بیقانون، یکی حکومت آلمان فدرال با قانون، یکی حکومت آمریکای قانون. مواظب خودت باش، این نصیحت برادرانه رو به گوش جان بشنو و تصمیمای اینجوری نگی. بهش گفتم تو هنرمندی، تو هنرمندا خیلی حساس هستن و نباید اینجوری، حالا میدونید من معمولا میگن در مثل مناقشه نیست، نباید اینجوری افسارت ول بشه یا یابو برت داره که اس بیاری و اینو اونو متهم کنی. متهم میکنی آقا میان دنبالت میگیرن، حالا شما هرچی هم پولدار باشی اون طرف وکیل میگیره، باید پولاتو بری بدی وکیل و اینها. در هر صورت خب، دعوت از دوستی که دیشب خوابی زیبا دیده بود، گفت که خواب دیدم توی انجمن، توی استادیوم آریامه بود اون وقتا و الان اسمش آزادیه، من نمیدونم، من نه اون موقع زمان شاه تهران بودم که برم اونجا، نه بعد از انقلاب که آزادی بوده، که آزادی بوده چه ناآزادی نمیدونم. دست ایشون خوابی که دیده بود، گفت من خواب دیدم اونجا جشن بزرگیه و جالبه که تو هم در کنار من بودی و امنیستی داده بودن. امنیستی یعنی عفو عمومی و اینجور بوده اونجور بوده، اینو به فال نیک بگیریم و اینها. گفتن که خیلی جالبه، شما بیا درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. دیگه حالا نشد اونجا براش بنویسم، تو نوشتن خیلی تنبلم من. گفتم که شما بیا مهمون من باش در این مورد صحبت کنیم و ما یک امنیستی یا عفو بین المللی، هر چی شما بگید، اینترنشنال عفو عمومی، ببخشید اینترنشنال امنیستی میشه عفو بین المللی، ولی اگه گفتیم امنیستی میشه عفو، حالا دیگه پابلیک یا هر چی دلتون میخواد. بعد و ایشون گفت که گفتن بیا و اینها این خبر خوب رو با دیگران هم به اصطلاح در میون بذاریم، ولی نرسید به جایی که بگم آقا دولت که نباید به مردم امنیستی بده یا عفو بده، مردم باید این دولت رو ببخشن، مردم باید این حکومت رو ببخشن به چند دلیل مختلف. اولیش از دروغهایی که خمینی گفت، دومی از حرکات زشت و غیرقانونی که اینها کردن. به همین دلیل یه ویدیوی رو از بی بی سی که آقای آریاپور لط کرده بود فرستاده بود، من امروز بعد از برنامه خودم براتون میذارم، آقای منصور فرهنگ که ایشون نماینده ایران بوده در سازمان ملل، منم افتخار داشتم یا یک بار یا دو بار با ایشون صحبت کنم. و ببینید که دوره شاه چه آدمایی، چه جوانای ساده و صادقی رو آقای مهران، یک کمی حالا پدرت فوت شده خدا رحمتش کنه، یک کمی به حرف عمود گوش بده یا به حرف دایید و هر کسی مخالف بود، آقا این کمونیست نیست، این اشتباهی بود که شاه کرد و حکومت خودش رو فرو ریخت. شاه نمیدونست چپ یعنی چی، موافق یعنی چی، مخالف یعنی چی. هر کی میگه آقا شاه چرا این کار کرد، میگه این پدرسگ کمونیست بگیرینش، هی گرفت 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 گرفت، روزی که همه رو گرفت دیدی هیچ که نیست. نکنید این کارو. در هر صورت بحث آقای منصور، چی گفتم اسمشون بود، اونجا نوشتم حالا میرسم بهش، در صورت اینو نگاه کنید که نماینده بوده، اون ویدیو رو نگاه کنید که من گذاشتم که طرف به اصطلاح فعال سیاسی بوده، دوره شام میگیرنش آقای پاک نژاد، بعد بالاخره آزاد میشه، در دوره خمینی دوباره میگیرنش، خمینی میکشتش. عزیز من، حالا شما بابات هم فوت شده، ما هی نمیخوایم مثال بزنیم، اگه شما در یک خانواده‌ای زندگی میکنید، مادر بسیار مهربان، زیبا،
مادر، زن خونه، آشپز خوب، کارمند خوب، هرچ. یه بابایی شما داری، این بابای خیلی ناسپاس، خیلی قدر ناشناس و یه سری دوستایی داره که این دوستاش از خودش بدتره. شما این مثال رو داشته باش تو من بعد بگم بابای شما کیه، دوستاش کی بودن، مامانت کی بوده. اینا رو شما داشته باش، گوش کن. این هر شب عرق خوری را میندازه، هی مادرت میگی بابا این دوستا کیه میان اینجا میرن، اینا در شأن تو نیستن، ما اینجا بچه داریم، دخترمون اینجاست، پسرمون اینجاست. بابات میزنتش، میگه خفه شو پدر سوخته. هی با دوستاش بیشتر و بیشتر و بیشتر. دوستاش هم امشب عرق میخورن، فردا براش دوا میارن. وقتی هم بهش دوا میدن، یواشکی میان تو آشپزخونه به مادر شما اول میگن خواهر جون چی داریم امشب بخوریم، گشنمون شده. میگن آقا این خورشت قیمان فلان. فردا که میاد دیگه نمیگه خواهر جون، اسمشو میگه. اولا میگه خانم فلانی، بعد دیگه اسمشو میگه، بعدم میگه آ خانم شما هی به این میگین و راست میگی، این چیه با این دوستا، منم از این دوستا متنفرم. و حیف شما نیست زن این هستید، گوش کن. دوست بابات وقتی بابات رو عرق داد، وقتی بابات رو معتاد کرد، میاد تو آشپزخونه با مادرت یواش یواش زیر گوشش میخونه آخه این چیه، شما به این زیبایی، شما به این خونداری و نمیدونم چون که از هر انگشتی دیگه هنر میباره و اینا، چیه با این مردی که نکبت زندگی میکنی؟ مادرت هم میگه خب دیگه حالا من جوان بودم و اینا، حالا چی کار کنم، اینو ول کنم، کی میاد منو تو این سن و سال بگیره، این بچه ها رو چه کار کنم؟ میگه خانم من کی بهتر از من، شما دیدی وقتی من میام اینجا چجوری اینا همه بی‌تربیتن، ولی من حواسم به شما هست، تا این شوهره میخواد بزنتت من میام ازت دفاع میکنم. مادر شما گول حرفای این دوست باباتو میخوره. حالا بهت بگم بابات کیه. بابات شاهه، مادرت ایرانه، دوستای بابات آخونده هست. حالا فهمید چطور شد آقا مهران؟ شاه نادان دوستایی رو آورد با کمک فره که معتاد و الکلی و علم بود، خانم می آورد نمیدونم اردشیر زاهدی بود، چه کسافت کاری های همینجا کرده، اونور آب، اونور رودخونه پتومک. مادر شما رو گول زدن، ولی مادر شما آمادگی گول خوردن داشت. شوهرش به جایی که هر روز که میاد خونه با یه دستگل بیاد، دستگل تو سرش بخوره، هر روز که میاد لبخند بزنه، سلام کنه، قدردانی کنه، شماها رو بغل کنه، در آغوش بکشه، میرفت با اینا عرق خوری، بعدم همه اینا رو میآورد خونه. حالا وقتی خودش خواب میرفت اینا چه میکردن با مادر شما؟ بماند. مادرت گول خورد، طرف قشنگ حرف میزن. شاه پدرت از ایران رفت، آخوندا این دوستاش افتادن به جون مادرت، یکی یکی. چون فارسیت خوب نیست حرف بزنم فارسی یاد بگیری، یکی یکی مادرتو گاییدن، حالا به این روز افتادی. حالا اگر یک کسی دوست شاه بوده، قبل از این ماجرا ازش جدا شده، موقعی که شاه 20 سالش بوده، 21 سالش بوده، سوئیس بوده، با هم دیگه هم جنس گرایی میکردن، با هم دیگه پرستار حامله میکردن، با هم دیگه طلا، اسم زنه ها طلا رو می آوردن می بردن اینها، بعد میاد به شما میگه آقا اینایی که اینا میگن دروغه، این شاه انقدر خوب بود، اصلا ای کاش ما شما 6 تا بابا داشتی، 6 تا شاه داشتی. بعد اون شما پسر بی عرضه این شاه رو میگی آقا من میخوام عکسش نشون بدم به این بچه 11 ساله. این بچه 11 ساله پدر مادرش کی هستن؟ پدر مادرش شما هستید؟ اطلاعات شما غلطه. برگردیم به اون دوستمون که خواب دیده که در استادیوم 100,000 نفری آزادی جشنی هست و همه شادن و امیدوارم 50,000 تا 60,000 تاش هم خانما و جوونها اونجا بوده باشه، و جالبه که سربی هم بغل دستش بوده. خب بعد میگه آقا عفو، هم عفو عمومی دادن. گفتم آقا عفو اگه میدن، اینجا الان هفته پیش یه عفوی دادن
به اینایی که جریمه سرعت گرفتن. بعد گفت هر کسی جریمه گرفته و نداده و اینجا هم نقره داغ میکنه، پول اضافی میگیرن فلان اینا، اونا رو چیز کنیم بیان اینا رو بدن. حدود 2 میلیون تو 2 روز ملت رفتن دو دستی تقدیم کردن. به اون دوستم گفتم میخوام الان دارم میگم اینجا آقا عفو مردم باید به اینا بدن، مردم باید اینا رو تک تک نکنن، مردم باید دوباره مدرسه علوی و پشت بوم و آقای نوریزاده بره تماشا کنه و ببخشید نمیدونستم آقای لیمونادی اینجاست. نمیگه آقای لیمونادی خودش میدونه دیگه، بالاخره ایشون مجبور حقوقی بگیره و اینها اونجا کار میکنه، ولی میدونه آقای نوریزاده کی بوده چی بوده چی هست و کی هست. بمانه آقای نوریزاده بره یه روز با بختیار، یه روز بره با نمیدونم آخونده، یه روز بیاد اینجا، حالا برای ما شعر بخونه از خانه پدری، پنجره خانه پدری. آقا خانه پدری تو سرمون خراب شد، تقصیر شماها بود. بمانه این دوستمون به من گفتمش که بیا مهمون ما باش صحبت کن. گفت آقا من نمیام. تو فکر نکن تو دل و جرأت و شهامت داری که میای جلو این تلویزیون. گفتم ای داد بیداد، منو بردی 46 سال قبل وقتی که من 15 ساله بودم و اوائل بود که ورزش میکردیم، کشتی میگرفتیم، والیبال میرفتیم، شنا میرفتیم، ما خب با این و پسرامون اون و پسرامه و اینها. و بله تو دوره شاه هم همچین اینجور نبود، ما هر جا میریم خواهرمونم با خودمون ببریم. البته بنده که خواهر نداشتم، ولی اونایی هم که خواهر داشتن اگه نگاهی چپ میکردی میخواستن تنبونت درارن، میریختن حمله میکردن از این محله به اون محله. اروپا نبود. خلاصه آقای مهران احتشامزاده دروغ به عرض شما رسوندن. بمانم ما با اینا میرفتیم ورزش و کشتی و اینها، یاد آقای فرخیان، یاد آقای حسام سپانی، شکیبایی، نمیدونم قشقایی، اینها آقای فرجام، همشون بخیر اگه زنده هستن عمر طولانی، اگرم فوت شدن روانشون شد. یه پسرمه ما داشتیم، این مثلا شما به شرط می‌بستی از اون بالا بپر پایین، من مثلا برای همه اینا نوشابه می‌خرم، میگو بفرما الان میرم میپرم، نوشابه رو می‌خورد میپرید از اون بالا پایین. بعد معروف شده بود که این خیلی دل و جرأت داره. من هی فکر می‌کردم خدایا چجوری من میتونم مثل این دل و جرأت داشته باشم. هر چی فکرش کردم دیدم من اول باید قید مغز و هوش و روان و لاجیک و منطق رو بزنم تا بتونم دل و جرأت اینو داشته باشم. حقیقتش بعضی وقتا روشون نمیمده به یه نفر بگن این طرف مخ نداره، میگفتن دل و جرأت داره، اینجا بهش میگن گاتس. به این گفتم آقا گاتس چیه؟ شما بگو که سوربی من مثل تو برینلس نیستم. برینلس یعنی بدون مغز. من نمیام اینجا بشینم نه پولی نه درآمدی چیزی، ولی یه جوون 42 ساله به خاطر اینکه هفته پیش سر خورده شده، آقای آیدین فرش فروش کلا سرش گذاشته، حالا امروز بپره به تو؟ مگه دیوونه هستیم؟ این جلو دوربین آمدن یه عشق و یه پشن خاصی میخواد. حالا یه سریشون تو ایران استخدام شدن رفتن، یه سری خلوچلش مثل من، آقا داشتی کار میکردی، پول داشتی، زندگی داشتی، مرض داشتی اومدی اینجا. و بارها گفتم میپرسن تو آمریکا رسمه، میگن شما اگه دوباره دنیا بیای همین کارا رو انجام میدی؟ من فکر نمیکنم 20 سال گذشته رو انجام بدم، یعنی تا 41 سالش فکر کنم همون کار رو انجام بدم. اگه بابام همون کارگره باشه و مادرم همین مادر زحمتکشی باشه که ماها رو با خون دل بزرگ کرده، منم اون 41 سال اول همین کارا رو انجام میدم، میدوام دنبال کار و پول و زندگی و سعی میکنم بچه‌هامو موفق بفرستم به دانشگاه. ولی بعد از 41 نمیام خودم رو اینجوری اسیر کنم بشینم جلو تلویزیون که هر بی پدر و مادری مثل آقای مهران احتشامزاده به خودش اجازه بده که آدم رو متهم کنه که این از پول از کجا میگیره، این به فلان حزب وابسته است و اصلا شناختی نداشته باشه از طرف. ببخشید آقای مهران احتشامزاده، به شما گفتم بی پدر و مادر، امیدوارم شما فقط یه پدر یه مادر داشته باشی و مثل بعضی از دوستان چندین پدر نداشته باشی. میدونی که میگن پدرشون کوروشه، پدرشون فردوسیه، پدرشون شاهه، همینجوری دنبال پدر میگرده. والله ما یه بابا داشتیم خدا بیامرزه سال 92 هم فوت شد، افتخارم بهش میکنیم، اسمش هم تو شناسنامه مونه. حالا هر وقت دوست داشتی بیا نیم ساعت با هم صحبت کنیم. شما به من بگو چه زمانی سیاسی شدی؟
موقعی که دختر بازیات از تو مدرسه کردی، رفتی هنرمند شدی بیشتر دختر بازی کنی، رفتی ویدیو ساختی بیشتر تو پارک با اون خانم، ویدیو تو من نشون دادم دیگه، بعد حالا یه کمی موهات سفید شد و ریشت سفید شد، حالا اومدی برای ما سیاسی شدی. عزیز من دیر اومدی، حالا میخوای زودم استا بشی، وایسا کنار لطفا. بله دیروز مارتیگرا بود اینجا، مارتیگرا یه جشنیه که نمیدونم توی اصلش هم توی برزیل و اینجا هست مسکه، در صد اینجا میگیرن، واشنگتن هم میگیرن. الان همه اینها تبدیل شده به چیزایی که پول در میارن. آقا بیاین از 5 عصر تا 8 شب عرق بخورین، بعد خانوما هم رد میشن، سینه‌شو میزنه بالا، پیرنشو میزنه بالا، سینه‌هاشون هم با بزنن بالا دیگه آویزون شده، پیرنشو میزنه بالا، سینه‌شو نشون میده، طرف هم از اون دور یه دونه از این گردنبندای پلاستیکی براش میفرسه، خانوما هم وقتی میاد خونه افتخار میکنه که چقدر از این گردنبندا جمع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سینه‌شو به همه نشون داده. آقای لیمونادی کارش درسته عمو جان، ما هم همینو گفتیم. سلام آقای سربی، سلام 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 سلام، بله خیلی ممنون. و بعد این هم از این. و اما بله اش ونزدی رو گفتم، والنتاینز رو گفتم، یک کمی بیاین بریم دوربر شادی، بیاین اینجا، ضمن این که به شما تبریک میگیم این روز والنتاین رو، ببینیم این والنتاین از کجا اومده. الان میدونید چند سالی است تا میگن کریسمس، طرف میگه آقا این که مال ما بوده، این جشن میترا بوده، تا میگن نمیدونم والنتاین، میگه آقا این والنتاین همون امام حسن خودمون بوده یا امام فلان خودمون بوده، اینا گفتن والنتاین. بالاخره ما تحقیقاتی که کردیم و نمایندمون رو فرستادیم به کجا؟ به آبادان، و معلوم شد که این والنتاین چی هست. 7000 سال پیش در چنین روزی، زمانی که هنوز برزیل از آبادان جدا نشده بود و ساحلش کنار شط بود، پادشاه آبادان که اسمش کا اول بود، دیدی که این چیزا به برادر اینها میگن کا، آبادانی ها. پادشاه آبادان کا اول تو غروب کنار شط به معشوقش یه ریبون طلایی کادو داد و این روز را ولک تایم نامید. اوکی؟ ولک تایم نامید. هر سال مردم جهان این روز را جشن میگیرند، ولی به مرور زمان این ولک تایم تبدیل به والنتاین شد. این هم تاریخچه واقعی والنتاین. خدا پدر مادر این خبرنگار ما رو بیامرزه. اگه این خبرنگار تلویزیون مردم نباشه، چجوری شما این تاریخ رو میتونید بیان کنید؟ بگذاریم بریم سراغ یک آگهی. بهتون گفتم که اینجا بیشتر میشه این چیزای چی میگن تبلیغاتی و نمیدونم خرید و فروش و اینها، و این یه نمونش. دیروز داشت نشون میداد فلان رستوران، بیان الان مارتیگرا هست، فردا صبح بیاین، اش ونزدی، فردا عصر بیاین، والنتاینه. میخواستم بگم خب پنجشنبه بیان، اونایی که هدک دارن و نمیدونم هنگوور دارن و اسهال دارن اینا، همینجا یه سرویس بهشون بدن. خب این یه آگهیه، با هم دیگه نگاه کن. نوشته که روز عشاق بر شما مبارک. بعد نوشته که دوست دخترتون رو با خودتون بیارید 20% تخفیف بگیرید، همسرتون رو، زنتون رو با خودتون بیارید 45% تخفیف بگیرید. اینا رو ول کن، شما هر دوشون رو با هم همزمان بیار اینجا، خوراک مجانی، بعدش هم مجانی میرسونیم به بیمارستان. اینم از این. ممنون و متشکرم. حالا امیدوارم به اصطلاح مودتون عوض شده باشه، شما بتونید به برنامه ها برسید. آقای سوری من نمیدونم چرا تا این ملت در صحنه شاه و لای حرفی به ایمیل آنانی در جناعان نیست، پول از ایران و جمهوری اسلامی میگیرید، فقط شاه و لاریا پول دار هستن و از کسی پول نمیگیرن. والا نمیدونم، این من حرف بسیار قشنگی زدی، باید ازشون بپرسید. خب این آقای سوربی عزیز، شما شناخته شدین، عالی هستین، در بین خوبان
بهتری. آقا دیگه آقای داوود کوهن، داوود کوهن یا کوهن، ما اتفاقا این کوهنی ما و اینای فامیلا و توی شیراز هستن، فکر کنم قبلا هم کلیمی بودن بعدا مسلمون شدن، چه اشتباهی. در هر صورت ممنونم آقا، اینقدر مار باد کنی یه دفعه مثل باد شیرازی ها به بالون میگن باد بادک، بعد به اون چیزی که شما میگین باد بادک اونا میگن کاغذک. آقا ببین 1000 کیلومتر ما میخوایم بریم چقدر اختلاف داریم. راستی یه چیزی آقای مهران احتشام زاده، بابای شما به جایی که این همه دروغ راجع به خوبی های شاه بگه، خب آقا فارسی یادت میداد. شما اصلا این حرفایی که میزنی خیلی خنده‌داره، جمله‌ها عوضی غلط بلود، ولی خوشم میاد که شما گول آقای آیدین رو یه بار خوردی و دیگه امیدوارم که گولشو نخوری. آقای آیدین نمیدونم دقیقاً ایشونم تو این کارا بود یا نه، ولی اینا یه سری کارایی کردن که حالا اگه یه روزی بحث شد و یه روزی اومدم آلمان و دیدمت باهات صحبت میکنم. ایرانی که میامد با پاسپورت خودش، آیدین رو نمیدونم، ولی فروشنده های دیگه به ما میگفتن شما دیوونه هستید، میدوید دنبال این مسافرها خاویارشون رو بخرید، بعد برید بفروشید 10 مارک گیرتون بیاد، اون موقع مارک چه کار کنید؟ آقا پاسپورت هاشون رو بخرید بیارین به ما بفروشید، نمیخواد بار بکشید نه چیزی، بیارید به ما بفروشید، ما اینا رو بفروشیم به افغانی ها، افغانی ها برن ایران. میدونی این چه جنایت بزرگیه و چه جرم بزرگیه، هم از لحاظ دولت آلمان، هم از لحاظ دولت ایران، هم از لحاظ دولت افغانستان. آره دولت ایران و افغانستانه که جلو سگ هم بذاری کسی نمیخوره، ولی دولت آلمان میتونست جلو اینا رو بگیره و اگر یه روزی قرار بشه، بعضی از این جرما میدونید محدودیت زمانی نداره، اینا رو میارن رو میز، میارن جلو دادگاه. آقا تو اصلا نظم دنیا رو میریزی به هم وقتی یه نفر میاد میگه من پناهنده هستم، وقتی یه نفر میاد میگه من پاسپورت ندارم ولی پاسپورتشو فروخته به تو، تو به جاش یه افغانی فرستادی ایران. گفت آقای چیز، حالا اسم نبریم دیگه، گفت تو مو میبینی و من پیچشمو. بهتون گفتم دیگه الان از موقع 60 سالگی رفتیم بالا، شما مو میبینی و من ریزشمو. بله آقای حسن خزایی ممنونم، یه پیامی فرستاده. دوستان آقای رضا زرابی یادتونه یه 2 هفته‌ای هم پیداش نیست و ما گفتیم خب دیگه این یکی رفت ایران، این مرد میدونه، این و اون آقای آریاس به باوند، اینشون مشاور ارشد حزب اتحاد ملی ایرانه، اون یکی دبیر کل ارشد حزب فلانه، اون یکی آقای امینیه، چی گفتم؟ سیاوش امانیه، اینا همه آقا یکیش دبیر کل، یکیش دبیر سل، یکیش همه میرن. آقای زرابی امروز نوشتون به دلیل اینکه آریاس به باورن و اون آقای سیاوش امانیه به قولشون وفا نکردن و نرفتن تو ایران، من این حزب اتحاد رو ترک میکنم. ولی اصلا ناراحت نباشید، یه حزب دیگه باز میکنم. اصلا باز کردن حزب و بستن حزب برای اینا از من و شما که میخوان بریم ببخشید دستشویی، زیپمونو میکشیم بالا و میکشیم بالا، میکشیم پایین و میکشیم بالا آسان‌تر. یادتون باشه وقتی میخوان جیش کنین زیپتون باید پایین باشه، وقتی جیشتون تموم شد زیپتون رو میکشیم بالا. آقا آقای زرابی، اون حزب اتحاد ایران که باز کردی و شما مشاور ارشدش بودی، نمیخوایم بگیم چه غلطی کردی، شما شاعری هنرمندی، چه تاج گلی بر سر خودت زدی. یه شعری بود اون وقتا میگم تو که فکر میکنی به تنهایی میتونی غلطی کنی، آخه چی کار کردی تو این محل تا حالا؟ اینو این بهوانی معتاد خوب میخونه. و اما خانم ایوان، اتفاقا این شاولایا تنها کسانی هستن که پول از رژیم میگیرن، چون تنها کمپوزیسیون تفرقه افکن و مواقع موانع و مزاحم در به راست میگی. میدونی چرا؟ آقای آبتین ایرانیان، نمیدونم آبشن آبتین، بله حالا میدونم، دوستان الان از من گله میکنن میگن آقا قرار شد شما با این فیسبوک کاری نداشته باشی، ولی نمیشه آقا،
زمان عوض میشه. یه زمانی ما بودیم و تلفن، یه زمانی ما بودیم و نامه ها، این روز برنامه اجرا میکردیم، یه ماه دیگه یه نامه به اون میرسید که آقا در 25 آذر شما به جای تولد فلانی تولد فلانی رو گفتی. گفتیم کی؟ 25 آذر امسال یا سال دیگه گذشت، اون موقع اون بوده، حالا اینه، حالا فردا ممکنه یه دستگاه جدید بیاد الی آخر. در صورت آقای رضا زرابی، بذارید من براتون اگه بشه بخونم و نشون بدم، ما مجانی برای اینا تبلیغ میکنیم. مثلا این آقای مهران احتشامزاده باید قشنگ میومد میگه آقای سوری خیلی ممنون که شما برای من تبلیغ کردی، نمیدونم 200 تا فرند داره، 300 تا داره و شما باعث شدی خیلی ها منو بشناسن و بیان نگاه کنن و دفعه دیگه اگر قرار شد برنامه بذارم احتمالاً اینها هم میان و چه خواهد شد. دارم دنبال اون آگهی میگردم که آقای رضا زرابی گذاشته و این خبر فوریت داره دوستان. یعنی اگه مثلا شما باید اینو صبح به قول ما شیرازی ها میشنفتی، به قول شما میشنیدی و حالا زور شنفتی، اصلا نصف عمرت برفنا بر باد رفته. باید اینو به فوریت، خبر فوری خروج رضا زرابی و یارانش از حزب اتحاد و اعلام موجودیت حزب ایران آزاد. آقا اقلا آمریکایی‌ها وقت میخوان یه ماشین بخرن میگه بذار روش بخوابم، نبرم تو ماشینه بخوابم، یعنی شب دربارش فکر کنم فردا بیام بخرم. Let me sleep on it. آقای رضا زرابی شما که دیدی الان دوستان دروغ گفتن، سه روز چهار روز به خودت آف بده، برو ببین آقا شما چرا با این آدم های دروغگو بودی. خانوم ها و آقایان، آریاس به باوند بنیانگذار حزب اتحاد، یعنی همان حزبی که من در آن مشاور ارشد و سخنگوی ارشد و یا به عبارتی مقام دوم حزب بودم، با ارائه پروژه‌ای تحت عنوان راهیان کیان اعلام کرده بود که از مرز ایران خواهد گذاشت و فوز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را کلید خواهد زد. من به اعتبار تعهدات خود ایشان به مردم و شعارها و وعده‌های محکمی که بارها آن را در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه با تلویزیون‌ها تکرار کرده بود، این همراه سیاسی خود را در یک چالش سیاسی قرار دادم و اعلام کردم. چنانچه آریاس به باوند به قولی که به ملت ایران داده عمل نکند، من از حزب اتحاد خارج می‌شم. دوستان بذارید من براتون یه داستانی رو بگم. اونایی که بیننده من هستن توی 20 سال گذشته احتمالاً 20 سال شاید 20 بار شاید هم 40 بار شنیده باشه. ما بچه که بودیم روزی 2000 روزانه به اون میدادن، مثل آقای احتشامزاده کیندرگاردن نمیرفتیم، صبحونه بهمون بدن، نهارم بهمون بدن، من نمیدونستم یارو دیگه چرا پسته میذاره تو جیبش میبره خونه. گشنه بودیم، از خونه تا صبحونه که میخوردیم گشنه میمدیم بیرون. اوکی، حالا 2000 داد اون دستمون، بعد میرفتیم بعضی وقتا هم تا 2 بعد از ظهر تو دوباره برگردیم خونه، این موقعی که دبستان میاد. ما بین خیابون آسونه و اون حرم سید عبدالله علاءالدین حسین و در شیخ که مدسمون دم گودربون نه دم باغ قوام بود و اتفاقا من مدرسه پهلوی میرفتم، یه جایی وقتی رد می شدی تو شیراز بهش میگن فزگاه، یعنی یه جای بازی مثل میدونه، چند تا خیابون چند تا کوچه میاد اونجا و اینجا معمولا یه دیواری بود. یه نفر از این مرشدا، گوش بده آقای رضا زرابی، یه نفر از این مرشدا میمد یه پرده آویزون میکرد و که به اصطلاح مردم بدونن برنامه شروع میشه، coming soon. بعد دو سه تا قطی مخصوص داشت، یه دونه آفتابه داشت، از این وسایل کارش اینا بودن دیگه. توی این قطیه هر روز میگفت من از این توی این مار دو سر در میارم، مار سه سر در میارم. آفتابرم میزش کنارش میگفت اگر چهار تا جوان مرد، اونم مثل همین حزب اتحاد بوده، اگر چهار تا جوان مرد، یکی مثل این سربی احمق، یکی مثل آقای رضا زرابی هنرمند و دانا و دو تا خل دیگه بیان و به من مثلا نفری یه تومن بدن،
من میرم توی این آفتابه. آقای آریاس به باوند میخواسته بره تو آفتابه. من احمق بودم به این پول میدادم، شما احمق بودی مقام دوم اتحاد رو دریافت کردی. آقا اون کارش اینه که یه چهار نفری رو کلک بزنه. حالا شما تو اون حزب چه کردید؟ تو این حزب چه خواهید کرد؟ امیدوارم شما زنده باشید بعد از مرگ ما بیان برای مردم بیان کنید. آقا مگه شما تو آلمان نیستی؟ مگه تو فرانکفورت نیستی؟ مگه موهاتو که اصلاح میکنی نمیگی من رفتم آرشگاه بارسلونا، مموریم خوبه ها نه؟ آرشگاه بارسلونا را آقای ایرانی نمیدونم موهامو پیرایش کرد، که بعد از کلی وقت من اینو شنیده بودم. خب چرا نرفتی با این آقای مهران که هنرمنده، ایشون هم که دوست داره عاشق رضا پهلویه، شما هم که یه نامه شکستنی از خانم فرح گرفتی اینو 10 بار فرستادی، شما دوتا چرا نرین اونجا؟ چرا نیستید با هم؟ برای چی؟ برای که یه دفعه آقای چی بود گفتم آیدین یه شب، یعنی یک شب قبل از 22 کی بود؟ 22 یک شب بود، شنبه زنگ زده آقای فلانی احتشام زده بلند شو بیا این تابلوارو بردار برو راهپیمایی. اینم فکر کرده حالا میره اونجا الان 4 تا مشتری جدید برای کنسرتش پیدا میکنه. رفته از سرما پرچم و پیچیده دور خودش. آقا اینا هنوز قانون پرچم رو نمیدونن. پرچم احترام خاص خودش رو داره. شما نمیتونی هر جایی میری میرم میبینم طرف پرچم رو تا کرده گذاشته جیب در کونیش، تو تظاهرات در میاره اینجوریش میکنه. این احمق با یه گالسکه را افتاده پرچم و با یه لوله پولیکا اینجوری میکنه میکنه توی لابد شبم که جیشش میگیره نمیخواد بره بیرون تو پرچم میشه فردا خوشحال خشکش میکنه. آقا اینا نیست، شما پرچم پیچیدی دور خودت نمیدونم، بعدم میگی من به این بچه میخوام یاد بدم، به این بچه بگو آقا اتیکت یا فلگ اتیک چی هست؟ پرچم رو نمیتونی راست بذاری چپ بذاری هر جا دلت میخواد بذاری پایین بذاری بالا بذاری. اون روز دیدم یه دوستی یه برنامه داشت پرچم گذاشته بود، این پایش مثلا با 3 تا بوده، 2 تا یکیش یادش رفت بود بیاره، بعد نوک پرچم رو زمین بود. شما نگاه کنید وقتی یکی میمیره اینا پرچم رو وقتی میخوان تا کنن ببینید با چه قانونی تا میکنن. از که میخوان این پرچم رو بیارن پایین، این پرچم نباید نوکش زمین رو لمس کنه، این پرچم شب نباید بالا باشه و نور نباشه روش. شما اگه پرچم میذاری در خونت شب عصر یا بادورش داری بیاری تو، یا یک چراغی رو تا صبح روش روشن کنی. ای داد بیداد ما که هیچی بلد نیستیم، فقط بله ما ایرانی ها شازده بودیم، هممون شازده بودیم، پدرمون شاه بوده، مادر هممونو بله بله بیچک و دهان ترین شاهی الله من ندیدم، اکثر بیچک و دهان متعصب دست بوس دستمال به دست و چی مفلوک هستند، دقیقا مثل بسیجی ها. خیلی ممنون دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که آقای بیژن جعفری هم با ما هستن. ایشون مدیر و صاحب والنتاینز موتور هستند در مریلند، و اگه شما میخواین ماشینی اتومبیلی بخرید از ایشون بخرید به چند دلیل. یکی این آگهی هایی رو که میدن این ور و بر آقا بیا ماشین بخر، همشون هم می‌نویسن excellent condition، وقتی میری اونجا میبینی یه آفتابه گذاشته میگه excellent condition، میگه آقا این چی آخه excellent condition، good condition، like new، اینا توضیحات خودش رو داره. میگه خب to me is excellent condition، دیدی؟ میگن to the best of my knowledge دارم حقیقت رو میگم، ولی حقیقت من اینجوری پیچ خورده. Valentine's Motor Company اگه ماشین میخواین بخرید برید اونجا، بعدم اگر بگید که از برنامه ما میرفتید اونجا شاید یه تخفیفی هم بگیری. هیچ قراری من با ایشون نذاشتم و ایشون لطف داشته به من، لطف داره به تلویزیون مردم، ولی ما به اصطلاح قراری برای آگهی و اینها نداریم، و چون ایشون لطف میکنه هر وقت ما کاری چیزی احتیاج داریم زحمت میکشه، خب باید این لطف و محبت و عشق و عاشقی مخصوصا روزه عشق باید دو طرفه باشه، و الا اگر کوچه یک طرفه باشه که فایده نداره. والنتاین مولر کمپانی
buy your retail car at wholesale price. Retail car یعنی ماشین رو که بنگاه های دیگه به شما با اون قیمت بنگاهی میخوان بفروشن، ما به شما به قیمتی که ممکنه بتونید از اکشن بخرید یا از دست پرایوت بخرید اینها. اون وقت حسنش اینه که اینا به شما وارانتی میدن یه مدتی، اگه یه اشکالی پیش بیاد، مشکل پول داشته باشین، براتون وام میگیرن و اینها. به نظر من خیلی خوبه. اتفاقا یه دوستی از ما پرسید آقا اینا به کالیفرنیا میتونن ماشین بفرستن؟ بعد گفتم که بله. باز پتیکم گفت که ماشین این سمت یعنی ایست شرق ارزون تر از به اصطلاح غرب هست. و آقای جعفری هم به من گفت اتفاقا خیلی ها از کالیفرنیا میان اینجا ماشین میخرن و با این ماشین های چیز میفرستن میره. در صورت اینم از دوستمون، و براتون گفتم ماجرای اون دوستی که خودش رو من رو در خواب دیده بود در به اصطلاح استادیوم آزادی. گفتم که let's hope for better days، یعنی بیا اجازه بده امیدوار باشیم برای روزهای خوبی در انتظار هممون باشه. و اما امیر عبداللهی میخواد عروسی کنه. ما یک دیجی تو این منطقه داشتیم که حالا ایشون دیگه دکتر شد و رفته سر کار و زندگی، به نام امیر عبداللهی. امیر عبداللهی رو من از طریق پدرش علی عبداللهی که سالها به اصطلاح باهاش دوست بودم و میشناسم، اونم یه مهندس زراعت و ساختمون، یا آدم زحمتکش، نتیجه زحمتش این که امروز دو تا فرزند داره، هر دوش دکتر، و این امی و شهرزاد میخوان ازدواج کنن 18 آگوست. ایشون لطف داشت بنده رو دعوت کرد، من بهش گفتم ما قراره بریم آلمان، ولی از طرفی پسر خود من قراره یک نوه کاکلزری به اصطلاح گیرش بیاد. ما به خاطر این نوه دوممون برنامه همون به هم خورد. با ایشون تماس گرفتم، گفتم شاید بیام، ولی یه برنامه ویدیوگرافی دارم در مریلند. و خلاصه باهاش یکم کلکل کردم و اینها. بهش گفتم حالا که میخوای ازدواج کنی بذار من یه نصیحتی که به دختر و پسرمم کردم به تو بکنم. اینجا معمولا میگن شما زمین که میخوای بخری، زمین این آقای جعفری ریلتور هم هست، اگه یه وقت خواستید زمینی بخرید، خونه بخرید و اینا، میتونید با ایشون تماس بگیرید. و میگن سه تا چیو اگه رعایت کنی وضعیت خوبه. لوکیشن، یعنی محل، همین سه تا. اوکی. حالا در ازدواج این دیگه رسم شده، میگن سه تا چیو شما مد نظر بگیری زندگیت خوبه. یکی به اصطلاح کامپرمایز، یعنی کوتاه اومدن، کامپرمایز یعنی مصالحه کردن، و هر جوری که شما دوست داری. من انگلیسیش یاد گرفتم اینجا، و من چون میرم عروسی ویدیو میگیرم و اینها، یک روزی رفتم بالتیمور و رفتم توی کشتی، قرار بود به اصطلاح عروسی اونجا باشه. شما میدونید وقتی که تو کشتی میرید اون ناخدا اونجا اگه اتفاقی بیفته اون قدرت یک قاضی رو داره، اون ناخدا اگه اتفاقی بیفته قدرت یک کشیش رو داره، قدرت یه نفر که میتونه قوانین رو به اصطلاح اجرا کنه اینها. و این ازدواج اون عروس و داماد جوان رو به اصطلاح اون مراسم افیشانتش رو که به اصطلاح میاد میخونه که تو حاضری زن این بشی، اون میگه بله، میگه تو حاضری زن اون بشی، بله، بعد میگه انگشترا رو دست هم بدین، بعد میگه حالا زن شوهر هستید، همدیگر رو ببوسید، و بعدم کاغذ رو امضا میکنه، قواله به قول خودمون میده دستشو. من بهترین چیزی که شنیدم تو اون عروسی بود، یعنی من عروسی، حالا اگه بگم قد موهای سرم رفتم این روزا شاید درست باشه چون موهای سرم کم شده، ولی قدیما که زیاد بود نه، رفتم و انقدر مزخرفات شنیدم، انقدر سخنرانی های طولانی شنیدم و اینها، قشنگترین، کوتاهترین، زیباترین، منطقیترین چیزی که شنیدم از این ناخدایی بود که اون روز به عنوان عاقد به اصطلاح داشت این دو جوان رو عقد میکرد. حالا برای شما میگم، باز اونایی که بیننده من هستن احتمالاً این رو شنیدن. امیر عزیز، شهرزاد خانم، این ناخدا میگو ببینی شما
همینایی که بودید با هم آشنا شدید، عاشق هم شدید، بعدم همینایی که با هم بودید و هستید تصمیم گرفتید ازدواج کنید. به مجرد اینکه ازدواج کردید تصمیم نگیرید همدیگر را عوض کنید. همینی که هستید با هم زندگی کنید، لذت ببرید. چون اگه همدیگر را عوض کنید یا اون شروع میکنه مخالفت، زندگی تو خراب میکنه، و اگه موافقت کرد یه نفر دیگه مثل خودت میشه. آدم که نمیتونه با خودش زندگی کنه. این فیلم ساینفیلد هم اگه نگاه کنید همین بود. روز اول اومد به دوستاش گفت من یه دوست دختر پیدا کردم، خیلی خوشحالم. من از فیلم جیمز باندی خوشم میاد، اینم از فیلم جیمز باندی. من از آبگوشت نمیدونم دیزی خوشم میاد، اینم از آبگوشت دیزی. من دوست دارم این ور خیابون را برم. آقا به یک هفته نکشید دیوونه شد. اومد به دوستاش گفت که من اصلا نمیدونم چی کار کنم، یا باید از این جدا بشم یا ممکنه خودم رو بکشم. گفتن چرا؟ گفت من نمیتونم با خودم زندگی کنم، این خود منه. و امیر عزیز، اولا به خودت، به خانوادت، پدر مادر، همه طاهره تبریک میگم، به همسرت تبریک میگم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. و بازم این برای من به اصطلاح open invitation گذاشته، گفته اگه یه وقت حالا برنامهاتون تغییر کرد و اینها، بیا و مهمون با باش. این دختر و پسر ایرانی عزیز در 18 آگست میخوان ازدواج کنن در سنت لوئیس زیبا که جزء ایالت میزوری است، ولی بهش میگن میزورا. در صورت امیدوارم که شادی در انتظارشون باشه، امیدوارم که همون چی میگن خوبی و خوشی، و اینکه حالا دیگه به جای یک نفر دو نفر دارن این زندگی رو با هم میسازن. اینم تبریک من به این زن و مرد جوان، دختر پسر جوان که به زودی زن و مرد و آقا و خانم خواهند بود. و اما به شما گفتم که برنامه 39 این دوست ما، چون خودش 40-50 سال پیش در رادیو تلویزیون ایران و در رسانه های کشورهای عربی کار کرده، هنوز فکر میکنه هم خودش جوونه هم من جوونم. به خاطر همین تکلیفایی که برای من معین میکنه خیلی سنگینه. یه روزی فقط نوار میفرستاد میگفت پخش و ما هم پخش میکردیم، یه عکسی میذاشتیم. حالا میگه که نوارو که پخش میکنی در دقیقه فلان این عکس رو نشون بده، در دقیقه فلان این عکس رو نشون بده. ما گفتیم اینم میشه و این کارو کردیم، و ایشون هم چون دید ما این کارو به نحو احسن انجام دادیم، این دفعه دیگه عکس‌ها رو بیشتر کرده فرستاده و گفته که حالا وقتی من صحبت میکنم بهت میگم فلان موقع این نوار عکسو بذار فلان موقع. و عکسی رو که فرستاده به صورت PDF Portable Document File فرستاده. این خوب نیست برای عکس، هم کیفیتش میاره پایین، هم ما اینجا که میخوایم بازش کنیم مثل این مونه که شما عکس‌ها رو چسبونده باشی روی توماری، روی پتیشنی، بعد من حالا با دوربین ببرم بالا و پایین، در صورت که عکس اگه یه عکس باشه اینجوری میاد، عکس دو اینجوری میاد، عکس سه اینجوری میاد، ولی این الان توماره. خب بریم حرفای ایشون رو گوش کنیم. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر نمیخواید مثل این دوستمون به هر دلیلی جلو دوربین حاضر بشید، میتونید با برنامه‌های آدیویی داشته باشید. اتفاقا با یه دوست کلیمی یا یهودی هر شما بگید صحبت میکردم و اینها، و ممکنه ایشون هم به زودی برنامه داشته باشن. در تلویزیون های دیگه برنامه دارن، من وقتی برنامهشون نگاه کردم گفتم ببینید شما که تلفن نمیگیری در برنامه، این برنامه زنده یه کوفتی بود که دوچار ما ایرانی ها شده، امیدوارم به زودی دست برداره. برنامه باید آن دیمند باشه، یعنی یه دوستمون شب کار میکنه صبح میاد سر از کار سر خونه میخواد یه دو ساعت بشینه برنامه نگاه کنه، اون موقع نگاه کنه. یه دوستمون صبح میره زور میاد زور نگاه کنه. و ویدیو آن دیمند الان واقعا آن دیمند هست، و این برنامه های زنده که آقا حالا شما بشین، آقای میبودی با 6 تا از خودش بیکارتر میاد، اون میگه اسلام خوبه، اون میگه کلیمی خوبه، اون میگه خون خوبه، هیچ کدومشون هم دین ندارن، وقتی میرن بیرون همه میرن عرق میخورن وادبه. اینا دیگه به درد عمه من میخوره، عمه هم مردن، بهتون تسلیت میگن. اینم از این. و اما بیژن عزیز میگه امیدوارم که مردم ما از چاپلوسی های فرهنگی
دوران قدیم دست بردارن به امید روزی که آشتی ملی اتفاق بیفتد. سلام و درود جناب لیمونادی عزیز. آقای لیمونادی هم میخسته نباشید. آقا ما که کاری نمی کنیم، ما میایم اینجا یادتونه تلویزیون های چیز میگو، خب ما اومدیم اینجا دوربینم روشنه، اگه شما زنگ میزنی وایسیم، اگه نیستی ما بریم یه تلویزیون دیگه نگاه کنیم. ما که کاری نمی کنیم، زحمت و فیلم سازی و اینها رو شما انجام میدید و 30 سال من شاهد شدم، قبلا من نمیشناختم، به نوع احسن هم انجام دادید. از اون روزایی که نیم ساعت برنامه تو کانالای تلویزیون بوده تا الان که 24 ساعت در 1000 کانال تلویزیونی ایرانی، اگه بخوام تلویزیون های آمریکایی رو حساب کنیم که نگو و نپرس. یه نفر من گفت آقا این CNN چرا هر 2-3 ساعتی یه بار برنامه رو تکرار میکنه؟ گفتم اون نذاشته که تو روشن کنی یه کانال ببینی، اون میدونه 1000 تا کانال پول ازت گرفتن، میگن تو یه ساعت ما رو نگاه کن باقیش برو یه جای دیگه. دوستان بریم سراغ این دوستمون. من سعی و تلاش خودم رو میکنم که به نحو احسن اون عکس‌ها رو نشون بدم. اگر کمی و کاستی هست خواهش میکنم از این دوستمون هفته آینده اگه میخوان عکسی بفرستن، عکس‌ها رو که میفرستن به من بگن این عکس رو از دقیقه 1 بذار تا 3، این عکس رو از دقیقه 4 بذار تا 6، اونجوری خیلی بهتر بود. عقل بشر برنامه شماره 39 بشنویم با هم. سلام بر علاقمندان به اندیشیدن و شناختن بیشعورهای مسلط برخیش. در این گفتارها بارها اشاره شد که تعداد کمی از انسانها خواهان فراگیری و پرسش درباره مسائل و جستجوی جواب هستند. این وضع در اختیار عقل نیست. طی قرنها کجروی حکمرانان و فرمانبری غیر اختیاری از فرهنگ عمومی انسان به وضع کنونی رسیده و معیارها به بیشعوری ها فرو رفته. نجات از این وضع ساخت خود انسان غیر ممکن است. این مقدمه را خدمتتان گفتم که قبول مطلب این گفتار سخت نباشد و شاید آسانتر و ساده تر شود. در صورتی که این گفتار به زبان عربی بود، کار نگارندهش با ارائه سند بسیار آسانتر بود. در گفتارهای پیش پیرامون پیدایش قرآن و تاریخ نگارشش سخن گفتم. امروز درباره قرآنهایی که در دست ما می باشد و تاریخشان سخن خواهم گفت. آنان که خواهان بیشتر دانستن هستند خود بفرمایند به صفحه‌های اینترنت مراجعه و این مسائل را از نگاه صاحب نظران و پژوهشگران مختلف بخوانند. قرآن جمع شده خلیفه عثمان ابن عفان هرگز یافت نشد. قرآنها و یا بخشی از آن که به دست ما رسیده به 20 متن مختلف و 10 وضع گوناگون خوانده می شود. اصل قرآنها را بنا به روایات نسبت داده و می نامند. روایات ترجمهش داستانهاست. قرآن مردم مشرق زمین به روایت حفص است. قرآن هایی که قبل از 100 سال پیش چاپ می شد برای تأکید مصدرش این صفحه را که عکسش را می بینید در اولین صفحهش چاپ می شد. عکس زمیمه شماره 1 را لطفاً آقای سربی نشان دهید و شما خوب نگاه کنید. با هم این صفحه را می خوانیم و ترجمه می کنم. روایت هذا المصحف، یعنی داستان این مصحف. مصحف در زبان سریانی به معنای گشودن راستی هاست و مرادف قرآن در زبان عربی مورد استفاده می باشد. عرب ها معنی کلمه مصحف را نمی دانند. می توانید خود معنی مصحف را از دانایان عرب جویا شوید. جوابشان قرآن خواهد بود. نه معنی قرآن را می دانند و نه مصحف. با بیدانی پیر می شویم. و مصطلحات رسمه و ضبطه و عد آیاته و طرز نگارش و زیر و زبر گذاشتن و ضبط و شمارش آیات. کتب هذا المصحف الكريم، این گشودن راستی های کریم نوشته شده. و ضبط على ما يوافق روایت حفص بن سلمان بن المغیر الاسد الكوفی، و شکل گرفته و موافق است با داستانگویی حفص پسر سلیمان پسر المغیر الاسدی کوفی. لقراءة عاصم ابن
ابی النجود الکوفی التابعی عن ابی عبد الرحمن عبد الله ابن حبیب السلمی عن عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب و زید ابن ثابت و ابی ابن کعب عن النبی صلی الله علیه و سلم. بنابر خواندن عاصم پسر ابی نجود کوفی تابعی در رافته از ابی عبدالرحمن عبدالله پسر حبیب السلمی، در یافته از عثمان پسر عفان و علی پسر ابی طالب و زید پسر ثابت و ابی پسر کعب، در یافته از پیامبر صلی الله علیه و سلم. لطفا به عکس نگاه کرده و ترجمه کامل را تکرار می کنم. داستان این گشودن راستی ها و طرز نگارشش و زیر و زبر گذاشتن و ضبط و شمارش آیه هایش، این گشودن راستی های کریم نوشته شده و شکل گرفته و موافق است با داستانگویی حفص پسر سلیمان پسر المغیر الاسدی کوفی. بنابر خواندن عاصم پسر ابی النجود کوفی تابعی، دریافته از ابی عبدالرحمن عبدالله پسر حبیب السلمی، دریافته از عثمان پسر عفان و علی پسر ابی طالب و زید پسر ثابت و ابی پسر کعب از پیامبر صلی الله علیه و سلم. در صفحه اول قرآن که نشان داده می شود اصل و چگونگی نگارشش ثبت شده که خلیفه عثمان بن عفان با کمک علی ابن ابی طالب و زید بن ثابت و ابی ابن کعب از پیامبر اسلام نقل کرده اند. موضوع هایی که در گفتارهای پیشین نسبت دادن قرآن به این شخصیت ها را تقدیمتان کردم، شاید به همین علت است که قرآن را به حضرت علی نسبت می دهم. در اینجا به شخص نویسنده که حفص نام دارد می پردازم و تاریخ روایت کنندگان را آنطور که در مصدرهای بسیار آمده شرح می دهم. حفص پسر عمر پسر عبدالعزیز پسر سبحان ازدی، متولد روستایی به نام الدور نزدیک بغداد در سال 90 هجری به دنیا آمد و 90 سال عمر کرد. به روایت دیگر در سال 180 هجری دنیا آمده و در سال 264 در بغداد درگذشته است. هیچ واقعی درست و یک نیست و روایت ها گوناگون بجز قرآن که یکیست و نمی شود واقعیت و حقیقت متنش را مورد سؤال قرار داد. حفص در آخر عمر نابینا شد، همانطور که قبلا در این گفتار آمد. او پس از بیش از 100 سال از آغاز هجرت قرآن را از دیگران شنیده، حفظ و سپس نوشته است. بنابر مصادر مختلف او از 7 روایت و 9 استاد قرآن آموخته. قرآن روایت حفص به نام قرآن عثمانی در اغلب کشورهای خاورمیانه و دنیا منتشر است. لطفاً عکس شماره 2 و سپس 3. قرآن دیگری به نام قرآن روایت ورش در مغرب و بذارید همینجا دوستان. ببینید الان من برای ایشون هم نوشتم. عکسی به شماره 2 اینجا نیست. ولی 2 تا 3 نوشتن ایشون. بذارید یک لحظه من این صفحه خودم رو با شما شیر کنم. ببینید اینجا 2 تا 3 نوشتن. 3 3. بعد میایم پایین تر، حتی فکرم 4 هم نبود. در اصل از 1 تا 7 2 تا شمارش نیست، میسینگ هست. حالا من در صورت این رو به تو بهتون نشون میدم. احتمالا یکیش 2ه یکیش 3 هست. این هر دو رو اینجا بهتون نشون میدم. پیامم با هم ادامه میدیم گوش. الجزایر و شمال افریقا کتاب رسمی دین اسلام شمرده میشود. متاسفانه نام نوشته روایت کنندگان را در یک عکس به دست نیاوردم. قرآن روایت ورش را ابو سعید عثمان پسر سعید پسر عبدالله پسر عمر پسر سلیمان پسر ابراهیم ابو سعید مصری نوشته است. 4 استاد داشته که به او در قاهره مصر قرآن آموخته. روایت قرآنی را که ورش به جا گذاشته از نافع آموزگارش نقل کرده و به نام قرآن ورش به روایت نافع مشهور است. استادش نافع شاگردش را به نام یک پرنده ورشان نامید، بعدها سادهش کردند و لقبش به ورش کوتاه شد که در ضمن معنی محصولی از شیر را می‌دهد و مظهر سفیدی و پاکی معرفی شده. در این عکس و عکس بعدی فراگیری و روایت قرآن ورش از نافع
نوشته شده است. استاد ورش نافع پسر عبدالرحمن و برده جعونه بن شعب لیثی همپیمان حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام بود. کنیه او ابو رویم است بر اساس روایت اسمعی و همچنین حافظ ابن ابی نعیم مدنی در کتاب تاریخ اصفهان و همچنین بر اساس گفته ابن ندیم نافع اصفهانی بوده و به مدینه رفته و در آن میزیست. نافع در سال 70 هجری در اصفهان به دنیا آمد و در سال 176 یا 179 هجری قمری در اصفهان درگذشت. شگفتا که برایش ذریح و بارگاهی نساختند. در مورد نافع مدنی اصفهانی گفتند او بسیار خوش چهره بود و پوست بدنش سبزه و چهرهش خندان و نیکو اخلاق و پارسا بود. چون او قرآن میخواند از دهانش بوی خوشی برمیخواست. از وی دلیلش را پرسیدند. او گفت چون پیامبر را در خواب دیدم که بر من قرآن میخواند، از آن پس این بوی خوش را میتراوشم. ابن جوزی درباره نافع نوشته است: نافع یکی از 7 قرائت کنندگان و عالمی نامدار و از مردم اصفهان بوده است. قرائت را از جماعتی که به 70 تن میرسید فرا گرفته است. گفتند که وی قرآن را نزد ابو میمونه مولا ام سلمه، یعنی غلام ام سلمه همسر پیامبر اسلام، قرائت نموده و فرا گرفته است. بعد به قاهره مهاجرت و استاد آموزش قرآن شد. در عکس شماره 3 نوشته که روایت ورش از نافع از الارزق به وسیله البدل نقل شده. این هم هنر یک اصفهانی و تأثیرش در کتاب مقدس مسلمانان. آیا متوجه شدید که چگونه قرآن دهان به دهان در سده دوم هجری به نگارش درآمد است؟ تهیه کننده گفتار عقل بشر این کشف را نکرده است. ادعای کشف هم نمی کند. به آسانی به صفحه های اینترنت رفته و نام یکی از شخصیت هایی را که شنیدید تایپ کرده و دربارشان بیشتر بخوانید. همینطور می توانید تاریخ نگارش قرآن را در اینترنت خود یافته و آگاه تر شوید. عکس شماره 4 قرآنی است به روایت فالون، دانش آموز دیگری که از استاد اصفهانیش نافع قرآن آموخته. خوشنویسیه. ببخشید دوستان، باز همونجوری که شما ملاحظه میکنید عکسی با شماره 4 نیست. من برای شما هم نوشتم نه شماره 2 اینجا هست نه 4. احتمال زیاد اینه که رفته زیر 5 و شماره ای نداره. اینه شماره 4 و این کار به اصطلاح که اینو با PDF بفرستن خیلی کار اشتباهی هست برای برنامه و JPEG یا PNG بهترینه. احتمالاً این 4 ولی به قول ملا نصرالدین من خبر ندارم. بفرمایید. یک سوری شهربند به نام عثمان طه این روایت قرآن را نوشته است. این خوشنویس قرآن‌های روایت 7 را هم نوشته است. عکس شماره 5 قرآنی است به روایت البری، به نقل از ابن کثیر، به نقل از الماشی و فصل. عکس شماره 6 اصول تلاوت قرآن را نشان می‌دهد که به روایت ورش از نافع اصفهانی است. عکس شماره 7 حرکت زبان در دهان را برای تلفظ هر یک از حروف قرآن که خوانندگان باید مراعات کنند نشان می‌دهد. با این دقت بسیار فراموش می‌کنند که قرآن نسخ شده و بیش از یک روایت و معنی و تفسیر در دسترس مردم است. ملاحظه می‌فرمایید تا چه اندازه برای خواندن قرآن بدون غلط زحمت کشیده و مشقها و اصول طرح کرده و عد و تفاوتها را فراموش کردند. روایت قرآن که تا قبل از 200 سال در مصر منتشر بود به نام قرآن به روایت ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان بن عبدالله بن الحسین المازن التمیمی البصری معروف بود. راویش در حدود سال 150 هجری قمری در کوفه درگذشت. در اثر فشار دولت عثمانی بر مصر این قرآن کنار گذاشته شد و قرآن به روایت حفص جایگزینش گشت.
بعضی از مفسرین و علمای اسلام در قرن سوم و چهارم هجری با شرح تاریخ این روایت کنندگان قرآن به آنان نسبت خرفتی و نادرستکاری دادند. گروهی دیگر آنان را دانشمند و با ایمان معرفی نمودند. حال هر طرفی برای ثابت کردن موقعیت خود یکی از این سوگرایی ها را جلو آورده و روایات مخالف را به فراموشی می سپارد. در آینده با نمایش بخشای از این دو قرآن که در دست مسلمانان است شما را به اختلاف ها آشنا می سازم. اکنون به علت اصلی تفاوت ها می پردازم. یک، قرآن هرگز در زمان پیامبر اسلام در یک متن کامل نوشته نشد، جمع نگشت، وجود نداشت تا چون یک نگارش دست نخورده در یک کتاب به ما رسیده باشد. نمی توان قرآن را با تسلسل تاریخی و با دقت رونویسی کرد و آن را سند تاریخ گوپن داشت، زیرا تاریخ پیدایش و عدم بودن تغییر در قرآنی که در دست ما می باشد مورد شک و سؤال است. یک نتیجه گیری یه معین و واقعی را نمی توان از آن تصور نمود و چون یک فعالیت پژوهشی کشف تاریخ صحیح اسلام را ادعا کرد. در سال 1923 در مصر و در زمان سلطنت ملک فؤاد اول خواستم قرآن را چاپ کنم. تعدادی از علمای الازهر پیشنهاد چاپ کردن قرآن را به زمان نزول و تسلسل تاریخی درخواست کردند. مخالفین قوی تر بودند و این کار صورت نگرفت. با این حال دانشمندان اقدام کردند به جداسازی سوره ها و همچنین آیه ها بنابر تسلسل تاریخ نزول. کار خود را در لیست های مفصل منتشر کردند و در اینترنت می توان به زبان عربی آن را خواند. با این تحقیق که سالیان به طول انجامید هرگز دستیابی به تاریخ ناب اسلام را از این کار پژوهشگری کسی ادعا نکرد. دو، متن‌های نسبت داده شده به قرآن توسط زید بن ثابت جمع آوری و به نگارش درآمد. نوشتنش با استفاده از 22 حرف زبان عربی بود. بعدن که زبان عربی پیشرفت کرد 6 حرف به آن اضافه کردند. برای تشخیص حروف نقطه گذاری را اختراع و بر حرف ها گذاشتند. برای خواندن صحیح توسط غیر عرب ها وسایل اشاره تلفظ ابتکار و بر حروف قرار داده شد. متن نوشتن عربی مانند فارسی حروف تلفظ چون زبانهای اروپایی را ندارد. تنها زبانی که با حروف عربی نوشته می شود و در کلمه ها از حروف تلفظ استفاده کرده زبان کردی است. علی رغم این زیر و زبر گذاشته هنگام رونویسی قرآن اشتباه ها رخ داده و کلمه های عربی همانطور که در برنامه های گذشته شرح دادم تلفظی دیگر و معنی متفاوتی پیدا کردند. زد و نقیض هایی در آن آمده و حضرت امام علی در گفتاری فرمودند القرآن و حمال و اوجه، یعنی قرآن را از هر سوی میتوان کشید. امام متقیان با این سخن به زد و نقیض بودن آیه ها اعتراف کردند. یک نمونه این وضع قرآن در اعلامیه های جنگی عراق و ایران به خوبی نمایان بود. هر طرفی در اول اعلامیه روزانه یک آیه قرآن را یافته و سرآغاز قرار می داد تا ادعای حق دار بودن خیش را ثابت کند. 3. خلفای اموی با تغییر در آیه ها، اضافه کردن و محو ساختن و تغییر اشاره ها متن‌های جدیدی به قرآن وارد کردند که به متن‌های قبلی قرآن در جاهای دور اضافه نگشت و در آن قرآن ها دیده نشده است. 4. درباره روایت قرآن و نقل آن توسط شخصیت ها متن‌های بسیاری توسط نویسندگان زمانشان و قرن‌های بعد نوشته شده که از آنان به خوبی و بدی یاد شده. بررسی کننده تاریخ این شخصیت ها به علت تضادها نمی‌داند کدام را قبول و یا رد کند. آنچه را که نتوانستم درک کنم درویی مرکزهای اسلامی نسبت به دو متن قرآن منتشر امروز به روایت حفص و روایت ورش است. متن این قرآن ها مورد موافقت مرکز علوم اسلامی در دانشگاه الازهر قاهره قرار گرفته. در قاهره پایتخت مصر و کازابلانکا پایتخت مراکش و شهر مدینه دومین شهر مقدس مسلمانان چاپ شدند.
تفاوت میان این دو روایت قرآن بسیار است. با این حال هر دو را صحیح شمردند، اما اگر یکی از بندگان خدا حرفی را به گونه دیگر تلفظ کند، فوراً گناهکار و تحریف کننده قرآن، مرتد و جهنمی شمرده می شود. جالب آن که مشهور خوانندگان قرآن در مصر و دیگر کشورهای مشرق زمین روایت حفص را تلاوت می کنند. در مراکش و الجزایر قرآن روایت ورش را با صدای مردم پسندشان می خوانند و ککشان هم نمی گزد. نتوانستم این دو رفتار مغایر و عکس العمل مخالف را درک کنم و بفهمم این دو روشی در مسائل حلال و حرام دین را چگونه عقل انسان در یک وقت میتواند در کنار هم دارا باشد و تا چه اندازه قدرت دورویی را در درون خود پرورش داده و در یک جا و یک وقت جمع میکند. هرچند که مسئله دینی و میباید درست و صحیح و خدایی باشد و خلافش گناهکاری و پایانش رفتن به دوزخ است، بدون اینکه سلولی در مغزشان این دورویی را احساس نماید، در هر دو یا سه حالت و یا بیشتر خود را صحیح و درست و بی اشتباه می داند. در سال 1999 آقای محمد الاشعری، شاعر و نویسنده و وزیر اطلاعات وقت مراکش، ورود قرآن به روایت حفص را به مراکش ممنوع کرد. خواندن دو قرآن را در یک جا موجب سردرگمی و بروز اختلاف دانست. آرزومندم این گفتارها سردرگمی را برایتان نیاورده باشد. بندیشید و از محدودیت‌هایی که برای مغزتان ایجاد کرده اند خود را برهانید. بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید. روی فیسبوک دوستان سوالاتی کردن، انتقادهایی که این نوع برنامه ها به چه درد ما میخوره. اولا مگه شما دردی دارید و بیمار هستید؟ اگه دردی دارید و بیمار هستید، به قول افغانی ها برید شفاخانه، به قول ما ایرانی ها برید بیمارستان. و ببینید دوستان، فلسفه تلویزیون مثل سوپرمارکت. من اگه دکتر بهم گفته مثلا گوشت قرمز نخور، من نمیتونم برم اونجا بگم آقا این گوشت قرمز به چه درد من میخوره. میگه آقا تو برو اون ور، اون یکی دیگه میاد. درصد نمیدونم، ولی من فکر میکنم این برنامه رو امروز ایشون به خاطر اون دوستمون آقای بها ابهری که اون روز گفتن که زن ایشون اهل مراکش هستن یا از مراکش هستن و ایشون گفت که قرآن ها یکی است و فرق نمی کنه، ایشون این برنامه رو گذاشته. و یکی هم به خاطر آقای سهراب چمنارا، که آقای سهراب چمنارا هم میگه اگر این آیه ها و سوره های قرآن رو بر اساس اون تاریخی که نازل شده بذاریم، اون موقع make sense، یعنی اون موقع یک معنی میده. ولی میبینید که ایشون میگه مخالفت کردن. چرا مخالفت کردن نمیدونم، من اصلا نه تو قرآن، نه تو تورات، نه تو انجیل هیچ کدوم وارد نیستم و اگر شماها وارد هستیم بیان توضیح بدید. ما از اون قفس آمدیم بیرون و اینجا هستیم. ولی بذارید باز هم یه سر بزنم به والنتاین و ضمن این که روز والنتاین رو بهتون تبریک میگم، این والنتاین موتورز هم به من گفته که دنبال یه دونه منیجر، یه دونه مکانیک و چند تا سلزمن میگردن، به اصطلاح فروشنده ماشین. اگر بیکار هستید، پارت تایم هستید، سمای ریتایرد هستید، چون فروشنده ماشین شما میتونید بگید مثلا هفته دو روز میام، میتونید بگید من شنبه و شنبه ها میام، میتونید بگید من سه روز میام، چهار روز میام، در اصل باشون تماس بگیرید و شما هم اگر نیازمندی دارید، آگهی استخدامی دارید، اضافی دارید، مازاد دارید، اینها به ما خبر بدید تا به اصطلاح بتونیم اینجا خدمتی کوتاه انجام داده باشیم. از یکایی که شما دوستان عزیز ممنون و متشکرم. و آقای مجید خوشنودی به این دوستمون از خلیج فارس پیشنهاد میکنه که به ایشون بگید من رو حمایت کنن تا عقل بشر رو ویدیو کنیم و عکس‌ها رو هم مرتب سر جاشون بگذاریم. بسیار عالی. اولا یک گله‌ای بکنم از این دوستان. روز اولی که میان سه روز قبل از برنامه نوارشون رو میفرستن. روز دومی که هفته دوم که میشه یه روز قبل از برنامه. هفته سوم که میشه
میذارن همون صبحی که برنامه دارن، من هزار تا مشکل و موزل و اینها تو کلم هست، اینا هم برنامهشون میفرستن. یعنی سپلش داوید و زن زاوید و مهمان عزیزم برسد که چه خاکی به سر کنم و بیام برنامه رو اجرا کنم. اگر یه روز قبلتر بفرستن، من براشون میدونستم این عکس 3 هست 2 تا هست، 5 هست 2 تا هست، 6 نیست غیب شده، 2 نیست غیب شده، 4 نیست غیب شده، بعدم ایشون وقت داره جواب بده. چون اینا رو که فرستاده ایشون رفت سر کار زندگیش، بعدا که منم براش میفرستم ایشون حالا میگه من که نیستم مثلا، حالا تو جواب ندادن دست دارد. ما بهترین کاری که میتونستیم اون چیزی که ایشون برای من فرستاده به شما نشون دادم و بهتون گفتم این پی دی اف وقتی عکس میذاری به صورت تومار میشه، حتی به صورت یک نوشته ای نیست که شما صفحه به صفحه بری و صفحه هم اگه بزنید، چون اینا لیگال پیجه، همیشه من از این کاغذهای لیگال بدم میمده. یادتونه تو ایران ما آچار میکشیدیم A4، بعد اینجا لیگال نامه های محضری، یادتونه هر جوری میخوای تاش کنی نه لای پوشه میره نه توی نه توی نامه میره. اینم مثل ما ایرانی ها هر کارش میکنن یه جور دیگه در میره. و اما 17 فوریه آقای شادانلو هم گفت، اون روزم نشون دادیم و اتفاقا ایشون گفت من جمعه دارم میرم کلن آلمان که حاضر بشم برای این برنامه. بذارید ببینم 16 جمعه است، 17 شنبه، 17 یه نشستی است با حضور این دوستان. اجازه بدید من براتون اسامی رو بخونم و امیدوارم اینجا هم تصویرشون به خوبی دیده بشه. اگرم یه وقت اشکالی هست میتونید با من تماس بگیرید براتون بفرستم این عکس و این آگهی رو، یا بذارید من اینجوری به شما نشون بدم، فکر کنم اینجوری بزرگتر بشه. این دوستانم میگم هر کدومشون اندازه یه چیزی درست میکنن، مثلا ایشون اندازه کامپیوترش ممکن درست کرده باشه، صفحه کامپیوتر اونا با مال ما فرق میکنه، بعد میخوای بذاریش رو فیسبوک یه اندازه دیگه میخواد، کوفتیه خلاصه. ولی بعد نیست، مغزمون رو همینجوری فشار میارن و میذارن که به اصطلاح فکر کنیم چگونه و چه باید کرد. استقلال، آزادی، جمهوری ایران، گذر از دولت دینی و راهیابی به دموکراسی، سخنرانی و گفتگو در کلن آلمان پیرامون جنبش سراسری و شعار ملی ایرانیان، ناصر کاخساز، بهمن مبشری، پرویز دستمالچی، محمد امینی، ابوالحسن بنی‌صدر. از این 5 نفر من آقای پرویز دستمالچی رو میشناسم از طریق برنامه‌های تلویزیونی که اینجا در ویرجینیا هم داشت و اون ماجرای اون رستوران میکونوس که ایشون هم جزو یکی از اونها بود که قرار بود ترور بشه، و آقای محمد امینی رو میشناسم که فرزند آقای نصرت الله امینی ایشون، بله خدا رحمت کنه باباشون رو، من به خانواده اینها کلا ارادت دارم، و آقای ابوالحسن بنی‌صدر که هم اولین رئیس جمهور بوده، هم بنده هم این افتخار رو داشتم که 2 سال پیش وقتی رفتم فرانسه یک 2 ساعتی با ایشون ملاقات داشتیم، ولی ایشون کم لطفی کرد نایزاش اون مصاحبه رو ما ضبط کنیم، اجازه نداده. زمان ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه 17 فوریه 2018 میلادی، محلش هم به آلمانی نوشته Evangelisch Studio، این حتما یه چرچه اوانگلیش که میگن، بعد باخمر اشتغاسه 27 میشه 7، این آلمانی هم میدونی اول مثل زورخونه مثلا به 27 میگن 7 و 20، و زیبکوتش هم نوشته اگه کسی بخواد میتونه پیدا کنه. سخنرانی و پرسش و تبادل نظر، گردانندگان حسین رضازادگان، علی اصغر سلیمی و خانم سهیلا ستاری. احتمالاً طبق قولی هم که آقای شادانلو داد، حالا یا دوشنبه یا هفته آینده یه روزی این ویدیو رو به ما هم میدن تا براتون پخش کنیم. امروز دوستان بعد از برنامه من حتما این ویدیوی BBC که آقای منصور فرهنگ صحبت میکنن این رو ببینید. بریم یه سر بزنیم. من میروم خواستم برنامه رو ساعت 1 شروع کنم چون زودتر رسیده بودم و دوش گرفته بودم آماده بودم، بعد گفتم حالا دوستان هی یکی یکی
به اصطلاح آقا چرا زود شروع کردی، چرا به ما خبر ندادی، اینها. گفتیم همون دو شروع میکنیم، اگر شد یک کمی از اینجا بیشتر میریم تا ما یک کمی این چیزایی رو که توی پرونده یا توی پوشه لایو نگهداری شده براتون بخونم. اما نوشته که ضیا نبوی از زندان آزاد شد، متاسفانه نمیشناسم، فقط همین گفته باشیم. خوشحالیم هر کسی از زندان آزاد بشه، ما خوشحالیم. هر کسی به زندان بیفته ناراحتیم، ولی این بدون زندان و اینها هم چجوری میشه دولت و حکومت و اینها رو داشت؟ منظورم زندانی های سیاسی نیست، مجرما و اینها. و اما نوشته که پلیدترین جانور با تغییراتی که در عربستان به وجود آمده، آخوندهایی که همه عادتهای زمینهای دیگر را حرام می دانستن یا زمانهای دیگر را، امروز برنامه گذاران کنسرت شده و زرزور والنتاین گل به در روز والنتاین گل به مردم تقدیم می کند تا این پلید صفتان نباشند چوپان در گله مسلط نخواهد بود. والا وقتی اینا رو به چوپان مقایسه می کنید، یک کمی به چوپان توهین میشه. بنده خدا چوپان یه آدم زحمتکشی که از صبح زود بلند میشه میره و با گله و اینها. در اصل دوستان این داره نشون میده که در عربستان هم این جشن والنتاین وارد شده و اینها هم گل میخرن و چنین و چنان. ببینیم حالا بعدش چیه. بعدش هم باز عکس دیگر از اخوندهای عربستان در روز والنتاین، دوتا عکس مثل همه. برنامه بسیار آموزنده و همراه با حقیقت از زبان آقای منصور فرهنگ. این رو آقای آریانپور برای من فرستادن، من حدود 28 دقیقه نگاه کردم و پیشنهاد میکنم به شما دوستان که نگاه کنید و شاید زیر فیسبوک هم آدرس یوتیوبش رو بذارم که خودتون مستقیم نگاه کنید. ولی شما بعد نیست یه سری به مردم tv.com بزنید، گاهی وقتی روی این آگهی های ما این ماوس رو بچرخونید، یه کمی ماوستون دیگه چاک شده از بس تنبل شده، یه کم بچرخونید این برو. در صورت میگه که منصور فرهنگ در مورد شکنجه و اوضاع نابسامان زمان شاه آقای مهران احتشامزاده، خدا رحمت کنه پدرتو، ولی خیلی دروغ بهت گفته. منصور فرهنگ در مورد شکنجه و اوضاع نابسامان زمان شاه و همچنین سرگذشت زندگی سیاسی و ملاقات با خمینی و و و سخن میگوید. نظر دوستان را به این ویدیو کلیپ جلب می نمایم. اینم ممنون. و بریم سراغ باستاب مرگ استاد دانشگاه در زندان اوین و حبس دو تابعیت ها در نشریات غربی. اول خوندم نشریات عربی، میخواستم بگم بابا دیگه این عربا به قول معروف سرشو بذارن و صدا ندن. اون وقتا میگو هر کی میگه نون و پنیر تو برو اونجا سرتو بذار و بمیر. در هر صورت باستاب مرگ استاد دانشگاه در زندان اوین و حبس دو تابعیتی. اجازه بدید من از این مقاله نشون بدم و بخونم که اگر چیزی رو من غلط یا اشتباه میخونم شما دوستان صحیحش رو بعداً به من بگین. بله، میگه صدای آمریکا نوشته که موضوع جان باختن کاووس سید امامی در زندان و تداوم بازداشت و زندان ایرانی آمریکایان در ایران موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان سه‌شنبه 24 بهمن بود. بعد توضیح میده که سوزان کرپتری در گزارشی در واشنگتن در با بله واشنگتن فرایبیکن با عنوان آمریکایی زندانی بیمار در ایران اواخر یکشنبه با عجله بیمارستان برده شد، می‌نویسد باقر نظامی نمازی ببخشید ایرانی آمریکایی 81 ساله که برخلاف توصیه پزشکان به زندان مخوف ایران بازگردانده شده بود، با بالا رفتن ضربان قلبش یکشنبه شب به سرعت به بیمارستان منتقل شد. وکیل خانواده نمازی میگوید مقامات ایران مسئول مستقیم هر گونه اتفاقی برای باقر نمازی هستند. و این مقاله هم برای من جالب بود، گفتم برای شما بگم. ولی درباره این اینهایی که تو زندان کشته میشن و بعد میگن خودکشی کرده یا میگن معتاد بوده و اینها، بشنویم اونم از کی. اینو آقای بیژن جعفری لطف کرده برای من فرستاده، از زبان آقای احمدی نژاد. احمدی نژادی که خودش اینقدر دروغ گفت، اینجا توی یونیورسیتی آف کولومبیا بود کجا بود، گفت ما گی نداریم، ما زندانی سیاسی نداریم، چنین و چنان.
حالا ببینید که در این ویدیو چجوری از به اصطلاح حکومت فعلی یا دولت فعلی، دولت آقای حسن روحانی گله میکنه، گله و شکایت. سب کنید این ویدیو باز بشه، یک لحظه به من امان بدهید. بله میگه خب مردم انقلاب کردن که راضی باشن، خوشحال باشن، راضی نیستن، شما بچه هاشونو میگیرید میکشید، میگید که معتاد بوده میکشید، میگید خودکشی کرده، و هر کی هم بخواد حرف بزنه شکایت کنه به کجا شکایت کنه. جالب اینه که توی این 5 دقیقه 4 دقیقه ویدیو حتی یه جورای یقه آقای خامنه‌ای رو میگیره، میگه خامنه‌ای هم که میگه من هیچ کاره هستم و اینجوری که نمیشه. بعضیا باور دارن که اون ماجرایی که روحانی گفته راجع به رفراندوم و اینی که احمدی نژاد هم داره از دولت و حکومت و اینها شکایت و گله میکنه، این یک نوری در آخر این تونل 40 سال بدبختی و نمیدونم زجر و شکنجه است و اینها زرنگتر از شاه هستند و قبل از اینکه یه اتفاقی براشون بیفته مردم تیکی تیکشون کنن، اینا ممکنه آزادی بدن، بیهجابی رو چیز کنن، به قول همون دوستمون عفو بین الملل، عفو عمومی بذارن که خودشون هم شامل عفو بشن و الی آخر. بذارید من ببینم این برنامه رو میتونم با یک طریق دیگه باز کنم، چون اینجوری باز نشد. این ویدیوهایی که روی فیسبوک هست، به قول آمریکایی‌ها we are at the mercy of their system، یعنی تو سیستم ما نیست، ما میریم از اونجا میخوای پخش بشه. حالا اگر مثلا آقای نمیدونم سوکنبرگر کیه مال این فیسبوک پولی گرفته واسه از راشا و بخواد تبلیغ بده به ما، میبینی سرعت اون ویدیوها و دسترسی به اون ویدیو یا کم میشه یا به اصطلاح امکان پذیر نیست. حالا من یه بار دیگه امتحان میکنم ببینم تو خود پیام ایشون باز میشه، چون موقع رفتم تو مسنجر. بدبختی دیگه اینه که یه سیستمی به نام مسنجر گذاشتن کنار فیسبوک که این چیزا توی اون باز میشه. حالا دیگه نوکر ما نوکری داشت، خودش میرفت. بله این یکی باز شد ولی خیلی کوچیکه. حالا مهم نیست، خود احمدی نژاد هم خیلی کوچیک کوچیکه، مهم صحبتیه که انجام میکنه و من شما بشنویم. بذارید من اینجا بیام. نوشته که دستگاه میخواد کنار بیاد و احمدی نژاد رو جلو انداخته. فکر کنم شما اینجا بهتر از من میبینید. اینم صدا اللهم اجر وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أنصار الإمامين والمستشهدين بين يديك. عزيزان انقلاب شد که عدالت باشد، انقلاب شد که حق مردم تأدیه بشود، انقلاب شد که یه عده صاحب اختیارات مطلق و ملت عقیل و ذلیل نباشد، انقلاب شد که یه عده‌ای از نور سیری در حال انفجار نباشد و اکثریت ملت به اولیه زندگی محتاج باشد، انقلاب شد که مردم بتوانند آزادانه حرف بزنند، آزادانه از حق خودشون دفاع کنند و نظام حکومتی دستگاه‌های گوناگون مدافع حق مردم باشد. امروز متاسفانه یکی از مهمترین مجموعه هایی که باید حافظ حقوق ملت باشد در مقابل ملت است. کوچکترین انتقاد، کوچکترین اعتراض با شدیدترین رفتار مواجه می شود. یه جوانی که به تنگ آمده است، یه مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است، به محض این که صداش در بس. دوستان اونجا باد می اومده، اینا هم که می بینید وقتی طرف تازه میخواد حرف بزنه به مردم میگن بیش، بعدم اون کسی که داره ضبط میکنه. من اتفاقا اینجا دیروز دیدم یک خانم خبرنگاری آمده بود و میخواست به اصطلاح به وسیله تلفنش صدا رو ضبط کنه،
دوستان اگه تلفنتون آیفون هست، این گوشیش اینجاست، سوراخ گوشی اینجاست، سوراخ دهنی یا میکروفون این زیره. حالا مثلا ما پوزمون اینجوریه، در صورت وقتی هم روی اسپیکر میذارین اسپیکرش اینجاست. یادتون باشه این اصلا برای این یه جوکی ساختن، گفت که موزیک پخش کن، موزیک که پخش کرد گفت چرا صدات خوب در نمیاد، مگه اسپیکر نداری؟ گفت چرا اسپیکر دارم ولی نشستم روش. ولی تلفن های سامسونگ و این هم هست که این دوتا بغله به صورت استریو، متاسفانه این آیفون چقدر هی از مردم پول میگیره ولی اشکال داره. وقتی میخوان یه صدایی رو ضبط کنید اینجوری نگیرید روبرو خودتون اینجایی که هیچی نیست به طرف صدا، و اگر دماغتون رو میکشین بالا صدای شما نزدیکتره، اگه عطسه میکنید صدای شما اینه، اگه میخواین به بغل لسی حرف بزنید بگید حالا بزنید پدر سخته داره حرف میزنه تموم بشه صدای شما نزدیکتره، بچرخونیدش اینجایی که این هوم کی هست، این دکمه گردالو هست، اینجایی که این سوراخ ها هست، سوراخ برق، سوراخ میکروفون، سوراخ اسپیکر یا بلنگو، اینو بگیرید به جلو به طرف و 12 اینچ تا 18 اینچ اگه بادی چیزی نیاد، اگه بادی میاد چیزی میاد این دستمالی که عینک بهش پاک میکنید که خوب شد الان سوربی یادش افتاد عینکشو پاک کرد، اینا همیشه معمولا تو جیبمون هست دیگه. نه اگه اینجوری بود باد و اینا میاد، شما این دستمالو اگه بندازی رو این یه فیلتر میشه، یه ایر فیلتر میشه، صدا ضعیف‌تر میشه ولی صدای اینو میگیره صدای بادو نمیگیره. متاسفانه ما ایرانی ها از لحاظ ادعا اون وقتا میگفتن که نمیدونم فلان گاوم چیچی و فلان، ولی از لحاظ دانش و یاد گرفتن هی داریم عقبتر میریم. طرف آقا خواننده هستی موزیک میزنی، برو خوانندگی تو کن، برو موزیک بزن. میخوای کار سیاسی کنی، برو دو تا ترم دو تا کلاس بگی چگونه من گراس روت درا کنم، نه که آیدین نمیدونم چی چیه فرش فروش 80 ساله بعد به حالا در خودش هم داره میمیره از سرما زنگ بزنه به تو آقا تو میبری راه بنداز. که اگه میتونست چگونه با خشونت های روانی و فیزیکی، این یه برنامه هست دوستان من بهتون نشون بدم، این آقای ایران بومی دکتر شهرام ایران بومی یه برنامه گذاشته و برای من خیلی جالبه، چون این برنامه همزمان شده با وضعیتی که الان توی آمریکا. ببینید اگر تمام این کلاهبرداریایی که ترامپ انجام داده، اگر تمام پولای مردم رو که خورده و بالا کشیده، اگر تمام بانکراپسیایی که تا حالا 4 تا یا 6 تا انجام داده نتونستن تا امروز اینو از کاخ سفید بیرون بندازن، تبریک میگم به خانم ها که ممکنه قدرت این خانم ها و ایستادگیشون این کار رو انجام بده. چگونه؟ همین که هر روز میان شکایت میکنن که آقا این کسی رو که گرد گذاشتی اونجا نمیدونم مسئول همه ارتباطات و نمیدونم گفته و شنود و اینها، این آقا دوتا زن قبلیش زده، دوست دختر قبلیش زده، الان دوست دختر جدیدش هم ممکنه در خطر باشه. بعد این یکی یکی گندایی که بالا میاد، اون کسی که سپیچ رایتره گفته های ترامپ و وقتی میخونه و مثل آدم حرف میزنه اونو یه نفر نوشته، همون آقا هم باز به اصطلاح گندش بالا اومد و رفت. و خیلی جالبه این مشکلی هست که از موقعی که بشر به دنیا اومده دست چپ و راستش شناخته این مشکل بوده، هنوزم هست. آقای ایران بومی نوشته که زن شاهکار خلقت در نبرد با نابرابری ها، سخنرانی و گفتمان با دکتر ایران بومی وکیل دادگستری در آلمان، چگونه با خشونت های روانی و فیزیکی نسبت به زنان برخورد حقوقی میتوان کرد و در دادگاه پیروز شد، چگونگی مبارزه زنان با تبعیض های کاری، خانوادگی و اجتماعی برای از بین بردن عدم برابری درآمد و جلوگیری از سوء استفاده های جنسی. بعد اینجا نوشتن که 29 مارچ 2018 ساعت 6:30 تا 8:30 شب آدرس هم دادن. من از آقای دکتر ایران بومی دعوت کردم که هفته قبل یه روزی رو با ما باشن، حالا حتی اگه بخوان چون جمعه آقای شادانلو نیست ایشون میتونه جمعه با ما باشن و در این مورد صحبت کنن، ولی چون حالا فرصت داریم تا
اون 29 مارچ میتونیم کمی هم صبر کنیم نزدیکتر به اون که شد. اگر شما سوالی در این با رابطه دارید حتما بگید، بنویسید، تماس بگیرید تا من ازشون بپرسم. یک، اینی که اینجا فقط راجع به زنان نوشته، دوستان طبق همین آماری که پریروز پخش شد، از هر 4 زن آمریکایی یه دونش آزار جنسی میشه و بهش به اصطلاح حالا یا تو خونه یا توی سر کار اینها زور گفته میشه، دست درازی میشه، تجاوز میشه. جالب اینه که از هر 7 مردم یه دونه، یعنی فقط مشکل خانم ها نیست، مشکل بعضی از آقایون هم هست. این بحث و گفتگوها کمک میکنه و من به نوبه خودم از آقای ایران بومی ممنون هستم. امیدوارم بتونیم اصلا یه سری برنامه‌ای رو که ایشون میذاره 10 دقیقه، ربع ساعت اینها، برای شما پخش کنیم و من امید بزرگترم اینه که این خانم ها و این ماجرایی که الان در آمریکا راه افتاده و دروغایی که وایت هاوس یکی پس از دیگری میگه، به اصطلاح بتونه این آدم شارلاتان و دروغگو رو از وایت هاوس بکنه بیرون، ناگفته نماند. اون خانمی که تو کاخ سفید بود، سیاه‌پوسته، چی اسمش، و الان رفته توی فیلم بازی توی یک برنامه بیگ برادر و اینها، گفت که فکر نکنید اگه این ترامپ میره این معاونش آدم خوبیه. این معاونش کسیه که فکر میکنه عیسی مسیح باهاش صحبت میکنه. بهتون گفتم چند مدت پیش این علی ترابی دیوونه به من میگفت که عیسی مسیح باهاش صحبت میکنه. مواظب اینایی باشین که بهتون میگن خدا باهاشون صحبت میکنه، پیغمبرها صحبت میکنه. گفت شما میتونی با خدا صحبت کنی. من الان اینجا میشینم میگم خدایا، امیدوارم اینایی که این ماه کمک نکردن به تلویزیون مردم یه جوری به دلشون بیفته که بابا 14 این ماه هست و کمک کنن، حمایت کنن. این صحبت من با خداست. ای امام علی، ای نمیدونم امام موسی، قربون زبونت برم که مثل بلبل حرف میزدی، همه این چیزا من میتونم با اونا حرف بزنم. ولی تا اومدم گفتم آقا این نمیدونم حضرت موسی با من صحبت کرد، شما یک کمی از من با فاصله بگیری. این چیزی که این خانمه گفت. بعد نوار احمدی نژاد رو گذاشتم، 17 فوریه رو بهتون نشون دادم، 29 مارچ هم نشون دادم، حالا 24 هم خانم گوگوش و آقای شمایزاده میان در همین شهر زیبای واشنگتن. و اگر اطراف اینجا هستین، 1-2 ساعت با اینجا فاصله دارین، دوستان بیاین واشنگتن رو ببینید. و امیدوارم هوا هم خوب باشه. فردا میگن اینجا میرسه به 70، امشب میگه بارون و یکم هم برف و یخ، ولی میگه فردا میرسه به 70. حالا 24 فوریه میشه تقریبا 1 ماه 25 روز مونده به عید. حالا دیگه نمیدونم هوا چجوریه، بیاین و سرد باشه لباس بپوشین. خانم گوگوش و آقای شمایزاده، دوستان اگه میخواین بلیت بگیرید، درسته که روی kodum.com و Live Nation و اینها میتونید بگیرید، ولی اگر بخواید با کسی صحبت کنید و بلیت بگیرید، 571-242-02-26 این شماره تلفن آقای آرمان شهبازی است. منم ازتون تشکر میکنم اگر وقتی که زنگ میزنید به اینا بگید که ما آگهیتون از تلویزیون مردم دیدیم. این هم از این. حالا بریم سراغ چی؟ سراغ ستار که با خانم هنگامه و با آقای احمد سعیدی یا سعید احمدی میاد، چون ما یه خواننده‌ای هم داشتیم، اون آقای سعید چی بود که برادرش هم کشته شد، میگفتن دوست پسر آقای فریدون فرخزاد بوده. در صورت این اسما هم هی از مغز ما میره بیرون و هی میرن بر میگردن. بذارید من براتون این آهنگ آگهی ستار رو یه جایی گذاشتم براتون پیدا کنم پخشش کنم. گفتم یه روزی این آقای حسیبی از همون چند سال پیش دیگه داشت دچار فراموشی میشد، گفت حالا من یه چیزی میخوام بهتون بگم، بعد گفت الان یادم نمیاد کجا بوده چی بوده، هر وقت پیداش کردم بهتون میگم. اینم شد ماجرای آگهی ستار. با هم ببینیم و برگردیم. یک لحظه اجازه بدیم من این تصویر رو براتون اینجوری بزرگترش کنم، بهترش کنم.
و بله مثلا ما همین آگهی رو خواستیم بذاریم روی فیسبوک، فیسبوک گفت آقا این سایزش به سایز ما نمیخوره، باید 800 و فلانش کنی، اینجوری کنی. برای آقای آرمان شهبازی فرستادی، متاسفانه یا خوشبختانه ایشون بیزیه دیگه جواب نداد، ما همین رو گذاشتیم. بشنویم با هم. آرین پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران، ستار سرخ صورتم هستی ام با زردتم انگامه کجا بودی تا حالا کجا بودی تا حالا در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ورجینیا، ستار هنگام احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodun.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodun.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. خب دوستان عزیز، تا اینجا هستیم این آگهی 25 و 26 هم ببینیم که هر ماه میدونید آقای مهدی تبریزی یه برنامه رو میذاره که معمولا 26 همه، ولی این ماه گذاشته 25 ساعت 8 شب شروع میشه، شما میای اونجا شام میخوری و میرقصی و دوستان رو میبینی و غیبت میکنی احیانا راجع به دوستای دیگر، بعد همه اینا با 26 دلار. شماره تلفنشون هست 202-680-0456 و اگر سوال دیگه ای هم دارید میتونید با خودشون تماس بگیرید یا با ایمیل یا با همین تلفنی که گفتم 202-680-0456 یا ایمیل تی مثل تیچر مثل تام، یو مثل یونیون، 26 جی 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 هم اول گاد گریز @gmail.com، بعد هم نوشتن که 26university.com وبسایتشونه و این برنامه در یک محل بسیار ساده و زیبا به نام اتلانتیس در استرلینگ اجرا میشه. من تا حالا فکرم 3-4 بار رفتم اونجا و شما هم اگه بیاین خوشحال میشین. پس شد 24 میریم گوگوش رو میبینیم، صبح یه شنبه قشنگ استراحت میکنیم، خستگی برنامه و مشروب رو به در میکنیم، عصر بلند میشیم میریم 25 برنامه آقای تبریزی God's Grace، بعدم صبر میکنیم دیگه 10 مارچ میریم ستار هنگامه و احمد سعیدی. حالا که راجع به سید و سعید و اینها هست، بذارید من یه عکسی رو اینجا به شما نشون بدم. این واقعا من دلم برای این بیچارهایی که یه فرد خانوادهشون از دست میدن، حالا با اون مشکلات توی ایران از یه طرف به اصطلاح دست به گریبان هم چی میگن، از طرفی از دست ماها که اونی که شاه اللهیه میخواد این مرده اینها رو مصادره کنه، اونی که مجاهده میخواد مرده اینها رو مصادره کنه و اینا میگن آقا ما، مثلا این آقای سید امامی میگه برادر مرحوم سید امامی متهم به جاسوسی که در زندانی خودکشی کرد، واقعا تعدادی از رسانه ها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشتن که مجبور به بیان خلاف واقع شویم. بنده و همسر مرحوم جنازه را دیده ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید، این کار را کرده ایم و به جز آثار حلق‌آویز شدن که روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است، هیچ مسئله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است. از رسانه ها خواهش دارم که با خبرسازی
موجب آزرده شدن خانواده های مرحوم نشوند. من شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم. وقتی میگن کالبد شکافی مجدد یعنی یه بار انجام شده. میدونید که یه جایی نوشتن که این آقای سید امامی شیشه مال پنجره چیزی رو به اصطلاح شکونده و با اون کات کرده و خودکشی کرده. ایشون میگه اصلا همچین چیزی نیست. کی درست میگه من نمیدونم، نه تو زندان بودم نه جز به دادگاه انقلاب اینها هستم. آیا این خانواده ها درست میگن اونم ما نمیدونیم، چون این بنده خدا ها ممکنه تحت فشار باشن. حالا شما دو تا چی قبول کنید؟ اگه قبول دارید اینا تحت فشارن، دولت آخونده به اینا زور میگه فشار میاره، من و شما چرا زندگی اینا رو خرابتر کنیم؟ چرا هی با تماس آقا من وایس آف امریکا هستم، آقا من کوفت زهر مار مردم تیوی هستم، از آمریکا با شما تماس میگیرم، اونا میگن ببین با سوربی تماس گرفتی جاسوسی. اینجا اون احمق میگه که این سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی احمق میگه این سوربی ضد انقلابه. یعنی ما گیر افتادیم به ساز کدوم یک از اینا برقصیم؟ دوتاشون هم مطربای بدساز ببخشید داریم. بله، حکومت میخواد کنار بیاد، احمدی نژاد را جلو انداخته. ستار رو بهتون نشون دادم، عکس سید امامی، آقای احتشام زاده. اگر یک قلم کاغذ برداری بنویسی ولی با هر چیزی که رو میزته هی بازی نکنی، اون وقت فوش بدی و نمیدونم اینو اونو متهم کنی که اونا هم خدای نکرده فردا به دادگاه بکشن تو، تهدید کنن و اینها، اینجوری نمیشه. ببین بنویس بعد از 20 سال، حالا شما هم شاید بعد از 20 سال دیگه کمتر به عقل خودت به اصطلاح اعتماد کردی و به قلم و کاغذت اعتماد کردی و نوشتی، میاری مینویسی و اینا رو درست می‌کنی. یه نماینده‌ای توی آمریکا داره برای انتخابات پنجم یا همین هشتم، اینا انتخابات اولیه دوباره میان تر، اصلا تمام آمریکا من دیگه کم کم دارم طرفدار رضا پهلوی میشم، این همه انتخابات و این همه کوفت و زهر مار و بحث و مناظره و اینا، آقا ول کنید یه عقب افتاده ای رو بیارید، یا احمد شاه یا این رضا تنبل رو بذارید اونجا، بگید آقا برو بگرد و هر زنی رو خواستی حامله کن و بچه‌ش هم نمیدونم فلان کن، برو برای خودت خوش باش، مردم هم پولشو بدن. این آقا اومده و تنها ریپابلیکن تو اون منطقه است و این هم مثل احمدی نژاد میگه هولوکاست رو باور ندارم. و میگه چرا این کلیمیا، چرا این صهیونیستا توی آمریکا اینقدر نفوذ دارن؟ صحبت از یهودیا و کلیمیا هست دوستان. به شدت توی اسرائیل این مسئله کراپشن، فساد آقای بنجامین نتانیاهو یا بی بی داره بالا میگیره و اصلا عکسای جدیدشو ببینید، از قیافش هم معلومه. دو نفر رو من دوست دارم ببینم پشت میله های زندان، یکی این آقای ترامپ به خاطر تمام ظلمایی که در 45-6 سال گذشته 50 سال گذشته انجام داده، به خاطر که این آتلانتیک سیتی زیبا رو کنار دریا رو خراب کرد و ورشکست کرد، به خاطر تمام دست درازی هایی که به خانوم ها کرده پشت میلای زندان ببینن، یکی این نتانیاهو به خاطر تمام کشتارهایی که به اصطلاح انجام داده و همه هم به حساب یهودی ها گذاشته، یهودی هایی که میگن این مجرم و به اصطلاح جنایتکار جنگی هست و باید در دادگاه نظام محاکمه بشه. اون رو هم امیدوارم که بشه ببینیم. ولی این آقا داره فعالیت میکنه و شانس انتخاب شدنش 100% و حالا ببینیم رقیب دموکراتی هست که جلوش وایسه برای مجلس سنا یا چیز هست، نمیدونم کجا، بهتون گفتم انقدر این روزا انتخابات هست و اینا که دیگه ما نمیدونیم و چگونه با خشونت ها به اصطلاح برخورد کنیم. برنامه از آقای ایران بومی و اما اسلام و ایران. دیدید که طرف میگه که آقا اصلا ما مسلمان نبودیم، اینجوری نبودیم، اون نبودیم، بعد اونا میان میگن آقا اسلام اصلش اسلامی نبود تا اینکه ایرانی ها دانشمند ها به اصطلاح اومدن نوشتن درستش کردن. حالا یه فیلمی هست، بذارید این عربیه ولی من صداشو کم میکنم، شما نوشتهشو بخونید. اتفاقا از این دوستمون که در خلیج فارس هستن سوال کردم که این درست میگه گفته هاشو، اینها رو به اصطلاح درست ترجمه کردن،
گفت بله ترجمهش درسته، یه چیزای کمی رو نگفته که خیلی هم مهم نیست. این یه شیخی هست، حالا نمیدونم حالا این مال کجاست که اینجوریه، و میگه شکی نیست که وقتی اسلام وارد آن سرزمین شد، آنجا مرکز و زایشگاه تمدن بود. حالا بخوایم صداش هم باشه، گوش کنیم بهتر. دخل على الاسلام وكانت مركز الحضاره بل هي قلب الدول الاسيويه كما يقال وكان ماضيها مشرقا. لا میگه و دانشمندان، فقها، شاعران و کسانی که کسان حدیث تدوین میکردند و پادشاهان، داره راجع به ایران صحبت. العلماء خرجوا منها، جل العلماء خرجوا منها، والفقهاء واهل السنه اهل الحديث والشعراء والنجباء والحكماء، من يصدق ان بله. بعدم همین دیگه توضیح میده چه کسی باورش میشه که امام مسلم و بخاری که دارای دو کتاب مسلمانان هستند از ایرانند. موطن الامام مسلم والبخاري اصح كتابي بعد كتاب الله كان صاحبيه من ايران، الحاكم بن عبد الله نيسابوري، الامام الطبري، الامام ابو حامد الغزالي، مجموع الامام الرازي والسرخسي وغيرهم كثير كانوا كلهم من هذه البلاد التي خرجت. هذا فيه دلالة على أن شمس الإسلام أشرقت على فارس كلها وخرجت لنا هؤلاء الجيل، حتى أن عدد من العلماء كابن خلدون وغيره يتعجب يقول أنا أقول أنه لا يمكن يكون عالما إلا أعجمي، هذه كناية على كثرة العلماء الذين خرجوا، إلا أعجميا، وإن لم يكن أعجميا لو كان عربي فإن مشيخته ومرباه قطعا سيكون أعجميا. فهذا هو تاريخ هذه الدولة والتي كانت قديما دولة مسلمة سنية 100% والله المستعان. طيب شيخنا، بما انك ذكرت دخلت في الإسلام، دستان ممنون دوستان، این بحث و گفتگوها همیشه بوده و هست و ممنونم از آقای فرهاد زمانیان. میگه اون خواننده‌ای که اسمش رو گفتید سعید محمدی هست. بله، هم گیتار میزد هم خواننده بود و یه مدت هم درباره به اصطلاح چیه این عجب یادمون میره فریدون فرخزاد حرفای میزد و شکایاتی داشت و میگفت فرخزاد اون آدمی که به اصطلاح من و شما فکر میکردیم نیست. البته خود من یه ایرادی همیشه گرفتم، میگم که خب اگه شما دکتر اقتصاد و نمیدونم سیاست بودی آمدی ایران چون شاه اونجا بود رفتی رقاص شدی و خواننده شدی، خب من چیزی به شما بده کار نیستم، شما خدمتی انجام ندادی، بعدم اومدی خارج، اومدی انگلستان، اومدی آلمان، وایسادی صحبت کردی، شو میذاشتین چون جا درست نبود، موزیک آماده نبود، میخواستی مردم مشغول کنی تا اونی که این درام آورده جاز میگیم ما، یا تا اونی که گیتارش رو میخواد هی دو بده دو بده دو بده تنظیم کنه، شما وایسادی حرف سیاسی زدی. حرف سیاسی تم چی بود؟ که آقا در نمیدونم رساله فلانی نوشته اگه عمد از اون بالا افتاد شما خواب بودی همون موقع برخورد ایجاد شد. خب آقا شما اون موقع کجا بودی؟ شما که خواهرت شاعر بود، خانوادتون باسواد بودن، شما کجا بودی دوره شاه؟ شاه که نکرد این کارو که بیاره یه دونه از این رساله ها رو به مردم مجانی بده که آقا اول پای چپتو بذار تو توالت یا اول پای راستتو بذار. تا هم که خواننده بودی اومدی ایران، حالا به مردم نمیگی که گی هستی، همجنسگرا هستی، هی این دخترای خوشگل و قشنگ و شب آوردی، از یکی یکی این نوشافرین نمیدونم شهره اینا همه تو زمان فرخزاد معروف شدن، تو میخک نقره ای آوردی، اگه من با تو بشم نمیدونم فلان، آخه چه کار کردی تو برای ما؟ بعدم اومدی اینجا، بعدم یک سری میگن آخوندا زدن کشتن، یه سری میگن نه آقا، آقای گنجی برید ویدیوشو نگاه کنید، آقای گنجی میگه فرخزاد حالا یا به خاطر مادرش یا به خاطر وضع مالی بدی که آخر یاد دوچار شده بود رفت به طرف آخوندا، و بعد میگه فرخزاد ماجرای این همجنسگرایی و دوست و دوست بازی و رقیبهای عشقی گویا اومدن خونش کشتنش، مهمونش آشناش بوده که اومده کشتنش، مثل آقای بختیار. آقای بختیار میگن برای تریاک و اینا از فامیلای خودش از اون بختیاری ها نمیدونم چی اومدن کشتنش. در صورت کارمون خیلی خرابه و سوربی اینجاست که نشسته هی به ما بگه کارمون خیلی خرابه، کارمون خیلی خرابه. خوشحالم که آقای نوشیروان حاتم هم ایشون هم از یک ارتش نوین آمد و 22 بهمن هم گذشت و من نوشتم دوستان اصلا ناراحت نباشید. خب 22 بهمن میره، یه دفعه یکی گفتم گم شده بودیم با ماشین،
گفتم آقا اصلا ناراحت نباش. گفت شما چرا انقدر خونسردی؟ گفتم ببین این کره زمین گرده، بالاخره دور میزنیم میرسیم اونجا. آقا چی بگم به تو، من ده بار میگم آقا اشتباه رفتی. اینم ماجرای فعالای سیاسی ما. ناراحت نباشید، 22 بهمن گذشت، چهارشنبه سوری رو داریم. باز دوباره مردم بگید بیان تو خیابون، هر بچه ای اومد دوتا ترقه زد، شاه اللهیه میگه برای من اومده، رجوی میگه برای من اومده، بعد چهارشنبه سوری هم پیروز نشدید، عید میاد، سیزده به در میاد، هوا خوب میشه دیگه، خانم نیر به مهران دلداری نمیداده. مهران عزیزم ممنونم که پرچمو از سرما پیچیده بودی دور خودت، که بعد توهین به پرچم فلگ اتیک، بریم بخونید فلگ اتیک، یکی برای من لینکشو بفرسته تا بذاریم بابا این پرچمو مثل دستمالی که این میکانیکا روغن تمیز میکنن هی اینجا اونجا نذارید، قالی بافته پرچم میذاره زیر ماوسش، چای برات میاره میذاره سینیه توش پرچمه، نمیدونم دیگه. میدونی ما ایرانی هم یک کمی مشنگی، اب ندارم. خب این از این، بریم سراغ نوشته ها. من تا 2 تا 4:30 با شما هستم، یه مقداری این واقعا سبک کنیم این ماجرا. بازتاب مرگ استاد دانشگاه در زندان اوین. و یه چیز دیگه هم هست، یکی از خودشونی ها هم اعدام کردن، اون جالبه. خب صحبت از پلید و شیاد و شارلاتان شد، آقای ترامپ هم با این قیافه واقعا پلیدش اینجا ظاهر شد و میگه که The US top spy issue a challenge to Trump's agenda. میگه بابا اینایی که مسئول FBI یا مسئول سازمان های به اصطلاح محرمانه و سیکیوریتی و امنیتی هستن، دارن به این احمق میگن که آقا همون موقع این پوتین دخالت کرده، هم حالا داره دخالت میکنه، ولی این چون میخواد بگه که من با رأی مردم انتخاب شدم، اون یکی هم قبول نمیکنه و پوتین داره از چیز 2018 هم دخالت میکنه، همین انتخاب اینجا. اعدام رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما. بعد بفرما هی میگین دست تنها، نه کجا دست تنها، سولوی اینجا 14 نفر دارن براش کار میکنن. این آقای چیز میگه که سولوی از یه حزبی پول گرفته، ولی اینقدر نادانه نرفته نگاه کنه ببینه من طرفدار کدوم حزبم یا سخنگوی کدوم حزبم. اعدام رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما کریم زرگر، مدیر سابق شبکه اول سیما، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما و مسئول مؤسسه راه معرفت اعدام شد. چه خوب شده، خودشون همدیگر را اعدام میکنن. کیهان لندن، به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کریم زرگر رئیس سابق دانشگاه فلان‌ها به همراه مرجان داوری به دلیل تبلیغ و ترویج عقاید عرفانی، اینجا نوشته اکنکار کنکار، ما رو اون چیز حلقه رو میدونستیم، عرفان حلقه، این دیگه نمیدونستم، والا اصلا من نمیدونم اینا یعنی چی. به اتهاماتی از جمله فساد فلعرض به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجای شهر کرج اعدام شد یا شدند. ببینید بعد نوشتن همینها، میگه به همراه مرجان داوری، یعنی دو نفرن. وقتی دو نفرن آقای نویسنده، شما باید از فرد فعل شد رو تبدیل کنی به شدند، دو نفرن. این خبرگزاری می‌نویسد کریم زرگر روز 9 بهمن‌ماه در زندان رجای شهر کرج اعدام شد. حکم اعدام کریم زرگر در شرایطی اجرا شده که چند بازداشتی تظاهرات سراسری دیما در زندان به مرگ مشکوک درگذشتند و مقامات مسئول مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. این همون چیزی بود که احمدی نژاد هم گفت. حالا امیدوارم این گفتنی‌های احمدی نژاد، اون ماجرای رفراندوم روحانی، کسی ازش ویدیویی نوشته یکی داره بفرسه ببینیم پیشنهاد ایشون چیه. بازم از شماها دعوت میکنم، شماهایی که 3 نفر میشینین دوره میز عرق میخورین، 4 نفر 5 نفر میشینین حکم بازی میکنین، نمیدونم چند نفر میشینن تریاک میکشن و دلتون میخواد که یه حزبی باز کنی یا یه ارتش جدیدی باز بذارین و اینها، شماها بیان اینجا صحبت کنید، تبلیغ کنید و هرچی سوربی انتقاد میکنه، اونایی که مخالف سوربی هستن به شما میپیوندن. آقا اینایی که تبلیغ مسیحیت میکنن که نمیرن همشون تو کلیسا، بله
اونایی که یه عمر رفته نمیدونه آفریقا و رفته کشورهای اسپانیش و اینا، حالا دیگه پیر شده تو کلیسا وای میسه، ولی جوونه میفرسنش توی جایی که اصلا اون دینه هنوز نیست، اونجا میره اونجا کمک میکنه، خونه میسازن، طرف گشنش میشه، تشنش میشه، آب میخواد. گفتم آب میل آب کرد، میگه آب میخوای؟ میگه بله. آب رو بهش میده، طرف میگه تانکیو متشکرم، میگه نه 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 نه، این آب رو جیزس داد به من و میدونست که تو امروز اینجا میخوای کار کنی، تشنه میشه. نون بهش میده، ساندویچ بهش میده، میگه تانکیو، میگه نه 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 نه، اینو جیزس به من داد. آقای نوشیروان حاتم یا اون دوستون آقای آریا هست، کی هست؟ منصور آریا ارتش بود، وقت لباسی که پوشیده از این لباسایی که توی بهش میگن آرمی سورپلاس، ما اینجا تعارف نداریم، وقتا این لباسکارای معمولی 20 دلار 25 دلار بود، گرون بود، میریم آرمی سورپلاس لباسکار میخرید 2 دلار 3 دلار که وقتی هم کثیف میشه دیگه نمیخواد بشوریش، همونجا اینجوری مچنش میکنی، جمعش میکنی، شوتش میکنی 100 لاشخار. حالا این آقا رفته خریده، نشسته پشت یه میزی، این آقا شده ارتش بود ایران، و همه چیزاش ورکرو، ورکرو یعنی درجه رو میچسبونی برمیداری. البته بد فکری نیست، میتونن برای هالووین عکسای خنده‌دار بزنن، برای نمیدونم ایام شکار عکس اسلحه بزنن، برای ارتش هم درجه بزنن، ولی درجه ارتش بودی من رو بازو ندیدم، معمولا ارتش بود روی شونه هاشون هست. خب اب نداره دیگه، بعد از این همه مدت سر خورده اومده پایین. دوستان عزیز بسمون رو یا بازم بیشتر دشمن برای خودمون درست کنیم. خب این رو هم خوندیم و بریم سراغ این یکی. دوست گرامی، مدتی است که من برای جمع‌آوری وقایع مهم کشورمان به گونه روز شمار گردآوری و در فیسبوک به تدریج این آقای آریانپوره که روز شمار شما بارها استفاده کردیم، و اگه آقای آریانپور لطف کنن مثلا روز شمارا رو بر اساس مثل میزنم، مثل اون تاریخ ایران هست، مثلا میگه در چنین روزی مثلا 25 دی ماه، حالا 25 بهمن هستیم، 25 بهمن، بعد به ترتیب سالایی که اتفاق افتاده، بعد فردا چیزایی که تو 26 اتفاق افتاده اینا، در هر صورت از نوشته های آقای هوشنگ آریانپور هم یاد بگیریم، هم لذت ببریم. ممنون و متشکرم. و اینجا یه ماشین رو نشون میده، یه فولکس واگونه که تقریبا پرواز میکنه. من اینو که دیدم گفتم چه خوب، بعد گفتم ای داد بیداد چیر چه خوب، ما رو زمین داریم میریم تق و توق میزنیم به هم دیگه. اون میگه داشتم ساندویچ میخوردم، اون میگه ترمز زدم تلفنم افتاد و دنبال تلفن میگشتم، اون میگه نمیدونم آدرس رو گم کرده بودم. حالا اگه بریم رو هوا دیگه چی میشه؟ ما هم که رو زمین هستیم هی باید نگاه کنی از رو هوا نیفتن رو ما، هی میزنیم به هم دیگه. این فولکس هم فکر کنم سال هاست که این عشق، اصلا عشق پرواز تو بشر همیشه بوده، از روزی که به اصطلاح دید این رو زمینه ولی یه سری پرنده تو هوا هستن، دید یه سری ماهی تو آب هستن، شنا یاد گرفت، پرواز یاد گرفت. تو داستان ها هست که یه مال چین بوده، مال مغول بوده، کجا بوده، یه تختی رو بسته بوده، بعد یه مشت پرنده رو به اصطلاح میبندن پاهاشون رو به این که این ببره بالا، دیگه پیش خودش حساب نکرده بود که آقا این پرنده ها هر کدومشون میخوان از یه بری برن، بالاخره زور اون که زیاد بشه این ورش میفته پایین. فیلم های خنده داری هم هست در این مورد. و اما انتقاد از دولت کانادا جمهوری اسلامی را درباره مرگ کاووس سید امامی تحت فشار بگذارید. این رو معمولا کسایی مینویسن که اصلا انگار امروز از آسمان نازل شدن و خبر ندارن که آقا کانادا این چشش از این چشش خوشحال‌تره که این جمهوری اسلامی اینجوری جنایت کنه، ظلم کنه، دکتر بچه جوون بلنش بره اونجا، این جمهوری اسلامی ازش پول کش برن از پولای مردم، طرف بلنش 300 میلیارد دلار نمیدونم چی بردار بره اونجا. شما مگه خولین؟ مگه میگفت طرف خل و چله؟ کلمه چله من نمیدونم یعنی چی. گزارش بیل کری و جیل ماونی در وبسایت روزنامه گلوب اند میل، شهر کتاب فروشگاه نمیدونم کجا، بعد میگه که کاووس سید امامی استاد 64 ساله دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن حیات وحش میراث پارسیان بود. او در دانشگاه امام صادق در تهران جامعه شناسی تدریس میکرد. روز جمعه به خانواده کاووس امامی اطلاع داد شد که در زندان خودکشی کرده، ادعایی که خانوادهش رد میکنه. حالا دیدید اون نوشته، خانوادهش میگه ما رفتیم دیدیم، یعنی انقدر
این دروغ میگه اون دروغ میگه، من و شما دیگه نمیدونیم کی راست میگه. این مشکل شده. در هر صورت کسی که از کانادا انتظار داشته باشه کمکش کنه، کسی که از ترامپ شارلاتان انتظار دیدم، فخرآور نوشته بود آقای ترامپ یه ساتلایت به ما بده ماهواره میخوان فلان کنی، میگم احمد ترامپ تا گردن تو لجنزاری که خودش درست کرده فرو رفته، بلکه تو برو جلو سوارت بشه بیاد بیرون از اینجا. تو الان میخوای بگی ساتلایت برای تو بفرسه؟ دیوونه هستید شما. اگر به انتظار شام همسایه نشستی، برو فکری بکن که ول نشستی. یه شعر بعدی هم میگو، اگه به انتظار نمیدونم دختر همسایه نشستی فلان دیگه، الان اونو ما نمیگیم، میذاریم خودتون با مغزتون پیداش کنید. بله. آها، این دوستمون از ما قهر کرده. یه آقایی بود به نام، گفتم چی؟ قرخانلو. این بهش گفتم بیا این چیزایی که می‌نویسی اینا جالبه ولی من نمیتونم بخونم، شما خودت بنویس. نشته نه قربان، هیچ علاقه‌ای ندارم که دوباره مطالب زیر را در برنامه‌تون مطرح کنی. ایشون همینه، حالا چون نوشته ما مطرح نمی‌کنیم، همینی که اون روز نوشته بود تمام این خارجنشین‌ها فقط ایراد می‌گیرن. و میگم آقا اصلا ایراد گرفتن یه شغلیه، طرف این آخر کاری که توی ماشین و نمیدونم کمپانی و اینا انجام میدن، اونی که سابقهش بیشتر از همه است گذاشتنش تو کوالیتی کنترل یا ای بی آبی، اون آخر نگاه میکنه با یک نگاه میگه این ماشین اینجاش درست نیست اونجاش درست نیست. تو تمام قسمت ها همینه، شما یه شورتی که میخری 4 تا استیکر توش نوشته اینسپکشن، یک خشتکش امتحان کرده، اون یکی کشش امتحان کرده، اون وقت شما ناراحتی که ایراد میگیرن؟ آقا بذار ایراد بگیرن. حالا اگه شما راهی داری بی جلو، اگه نداری خب شما جز ما هستی که ایراد میگیری دیگه، فرقی با هم نداری. هر وقت علاقمند بودید به من خبر بدید. به هر حال برای تماس از طریق اسکایپ به راهنمایی شما باز هم احتیاج دارم. خب ببین دوست عزیز، ببخشید شمایی که برای تماس با اسکایپ به راهنمایی من احتیاج داری، کوری شدی که عساکش کورت، من میشم کوری که عساکش کورت دگر شود. من خودم از صبح شب به یاد گرفتن 1000 تا چی اینجا احتیاج دارم. و شما یه دوست نداری، یه فامیل نداری اسکایپو بهت یاد بده؟ روی اینترنت هستی بلد نیستی بری توی یوتیوب چگونه how to use Skype، به هر زبانی هستی، تو آلمانی با آلمانی بنویس، تو ایرانی به ایرانی بنویس. آقا یه کمی هم خدا وقت میخوان برین ایرانم آزاد کنید، شما خودتون رو آزاد کنید ایران آزاد میشه. بله لو، چون اون روز سوال کردم آقای قرخان لو شما لوی کرمانشاه کرد هستید، ترک هستید، شمالی هستید، این دوستمون گفته لو در ترکی معنی زاده، در فارسی بد نوشتی، لو در ترکی معنی زاده در فارسی است، یعنی در نمیدونم در اصل اغلو در ترکی معنی پسر میدهد. این دو کلمه در زبان ترکی بعد از اسم خانواده چون لقب و نام فامیلی مورد استفاده قرار میگیرد. مثلا پسر سگ در ترکی میشه کپا اغلو. دیدم بله وقتا ما فکر کردیم اصلا میگن چپا اغلو، این یک کلمه رو ما یاد گرفته بودیم. و اما این هم از پنس چی بگم مذهبی که معاون رئیس جمهوره و رفته بود به نمایندگی از آمریکا، دولت آمریکا در کجا؟ در کره جنوبی. بازی‌های المپیک همچنان ادامه دارد و من هم با اجازتون، حالا یادم افتاد که اصلا اصل به خاطر اینکه والنتاین دی هست اینها، من یه برنامه دارم باید برم از این شهر به یه شهر دیگه، پس اجازه بدید همینجا باهاتون خداحافظی کنم. ولی قبل از اینکه برم یه ماجرایی رو براتون بگم، امیدوارم بتونم اسم این خانم رو پیدا کنم تا بلکه به این صورت هم از ایشون به اصطلاح دلجویی کرده باشیم، هم اینکه یاد برادرش رو گرامی بداریم و امیدوار باشیم که برادرش پیدا بشه. گفتم اون روز من نشسته بودم داشتم روی فیسبوک، بعد هم میگه دینگ یه چی میاد، دینگ یه چی میاد، و ما وقتی که نگاه کردیم دیدیم یه آقایی داره سیگار میکشه، سیگار برگ. گفتیم به به شما در کوبا هستی سیگار میکشی. اومدیم پایین تر دیدیم این آقا با این هواپیمای سسنا و اینها پرواز میکنه. گفتیم که به به شما اهل پروازم هستی، هر وقت آمدی در آسمان دی سی، در آسمان واشنگتن دی سی، به ما بگو تو ما اون بالا رو نگاه کنیم شما رو ببینیم، چشمتون روز بعد نمیده.
بیچاره خواهرش چند ساعت یا چند دقیقه بعد برای من نوشت که آقای سوربی این عکس برادر من مال آخرین پروازش و رفته پرواز کنه، این عکسو گرفته فرستاده برای فیسبوک، وقتی رفته با اون به اصطلاح معلم پرواز دیگه بر نگشتن و الان 2 سال هست که از ایشون خبری نیست. الان اسم و ایناشون ندارم، اتفاقا گذاشته بودم که نشون بدم، متاسفانه میگم انقدر این کاغذهای ما هی زیاد میشه که بعد پیدا کردن موضوعات مشکل میشه. در هر صورت نمیدونم چی بگم. اینجا یه قانونی داره، اگه یه نفر گم شد بعد یه مدتی قانونا میگن این دیگه فوت شده، ولی باز هم امید هست. یه جایی طرف میره مثلا تصادفی شده، بعد اصلا هوش و حواس و مموریش و اینا رو از دست میده، نمیتونن پیداش کنن، بعد از سالها پیدا میشه و میفهمن که این همون گم شده بوده. و اگر نمیدونم، حالت میگم چون اسمش و اینام نیست و نمیتونم به شما بگم، اگه خبری از این دارین خب احتمالا اگه خبری داشتید با خانوادهش و اینا زودتر تماس میگرفتید. یا آقایی که از ونس درست میگم مال کالیفرنیا از اونجا پرواز کرده و رفته و دیگه هیچ خبری ازش در دست نیست. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. ممنونم از اینکه با ما بودید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اجازه بدید دیگران هم حرف بزنن. شما هم حق داشته باشید انتقاد کنید، انتقادهای سازنده. این کلمه انتقاد سازنده یه کمی تعارف بی خوده. مرسی مرسی مرسی. به امید دیدارتون جمعه ساعت 12 ظهر با آقای عیسی آزاده هستیم از کانون آوا، ایشون تو پاریسه، و 2 بعد از ظهر با سوربی و 4 بعد از ظهر با آقای ارشاد. حالا اگه اون دوستان ربای کلیمی هم برنامه‌هاشون بتونن به ما به اصطلاح ارسال کنن تا جمعه، بعد از اون برنامه ها با اونها هستیم. مرسی و امید دیدم.